بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت یک که شما آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین با صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین و با این امید آرزو پروگرام تلویزیون افغانستان ماسجیه از لس آنجلس از شبکه جهانی آریانا افغانستان خدمت شما تقدیم میکنیم. بینندگان عزیز، یک مصاحبه داریم با آقای اجمل بلوچزاده که یک آگاه اموری سیاسی از افتاد افغانستان. البته پیش از که نیلوفر جان، اجمل جان بروی خط بیارن که در مورد امی بحرانای انتخابات در افغانستان نظرشان میگیریم، صحبتهایشان رو میشنویم، اما پیش از که اونا بروی خط بیارن، با یک دنیا تأثیر واندو دیروز خبر شدم که آقای عظیم حیرت، برادر دوست بسیار بسیار عزیز و نازنین بلقیسیان نوابی، که البته یکی از بیننده های بسیار بسیار سرسخت برنامه ما بود، با کمال تأسف اینا افغانستان رفته بودن و به افغانستان سکته قلبی کردن. شما یقینا که صدای آقای حیرت از طریق برنامه های ما شنیده بودین، یکی از بیننده های بسیار گل برنامه ما بودن، بسیار زیاد افغانستان دوست داشتن. هر روز یک شبه بعد از ختم برنامه بر ما زنگ می زدن، پیغام می گذاشتن و تمام به بی ترتیبی که ما و شما داد و فریاد به مقابل بدبختی های افغانستان می زنیم، اونا همچنان. البته من بسیار زیاد از این خبر که شنیدم بسیار به حد اندازه متاثر شدم. خب با چیزی که در گذشته هر انسان، دوست، رفیق، فامیل واقعا که بسیار زیاد جانگداز است، بسیار زیاد جانسوز است، بسیار متاثر کننده است، اما در مقابل رضای خداوند چاره جز تسلیم نداریم. ما با وجودی که دعا میکنم به روح و روان آقای عظیم حیرت، به فامیل محترمشان، به دوستا و آشنایشان، مخصوصا برای بلقیس جان عزیز تسلیت عرض میکنم و خداوند برتان صبر، از خداوند صبر جمیل آرزو میکنم. برگشته همه به سوی خداوند است. همچنان بینندگان عزیز، در هفته که گذشت در مزار شریف یک فاجعه رخ داد که ما به حیث یک مادر واقعا ما بر شما چی رقم احساس ما بگویم که ما در طول هفته، در می طول این می چند روزه که سه چهار روزه که ما این خبر شنیدیم، ما چقدر متاثر هستم. شاید هم باور نکنین که ما به خاطر این خبر بسیار زیاد گریه کردم. در مابین مزار شریف یک حیوان نامسلمان، شیطان، البته یک وحشی دو پا، یک انسان وحشی که به دو پای روان است و حیوان درندام نیست، یک پسر 12 ساله را سرش قطع کرده و این پسره که شما میبینیم به عکسش، این علی عمران 12 ساله نام داره، این با بسیار بیرحمی کشته و بدنش به بام فامی پدرش انداخته. شاکر جان که همکار بسیار عزیزم از بنیاد خیریه نبیزاده است، در فیسبوک بر من اشتراک کرده بود که در روز دفن این پسرک بی سر مردم، زمین و آسمان گریه میکرد. ما بسیار تشکر نیلوفر جان. نیلوفر جان اگر امکان داشته باشه که اجمل جان برای خط بگیرین. واقعا من آنقدر متاثر شدم، با وجودی که دعا میفرستم به دربار خداوند که روی این طفلک معصوم فرشته همیشه شاد است و شاد باشه، با مادر و پدرش واقعا از دربار خداوند صبر جمیل آرزو میکنم. شما فکر کنین، ما شما همگی ما اولاد داریم، اولاد 12 سالی از این فامیل چی گناهی کرده بود، چی گناهی داشت. من پرسان کردم که پدر از این پسرک کی بود، گفتن که در شاروالی کار میکرد، کدام آدم بسیار مهم هم نبود، که کدام اولاد وزیر و سفیر و موین و رئیس اینا را کس غرض نداره، امی هر چیزی که از بپای مردم غریب است. اما بسیار بی حد متاثر شدم. خب هموطنان عزیز، میریم به سراغ برنامه. شما میفهمین که در افغانستان در امی جنگ ها، بیکاری و نمیفهم مشکلات اقتصادی و انفجار انتحار مردم بسیار زیاد تذیت کرده و در این روزا این تنش ها و کشمکش های انتخابات بین دو نفر که هر کدامش میخواد که به چوکی قدرت و ریاست برسه، اینا مردم بسیار ناامید کردن. بعضی ها فکر میکنن که شاید که انتخابات، اگر این انتخابات نتیجه نده، امکان داره که بحران های در افغانستان به وجود بیاره، امکان داره که جنگ های داخلی صورت بگیره، باز دود و باروت و راکت فضای شهر کابل بگیره، باز از هر طرف برن کشتار کنن، چور کنن، چپاول کنن.
و یک اجمل جان است. اجمل جان سلام علیکم، یک دقیقه صبر میکنین؟ خواهش میکنم، شما بر این خط هستین، همگی صدایتان هم بشنوم. من فکر میکنم که تجربه جنگ های سالای 92-96 باید اینا فراموش نکرده باشن، داشته باشن. افغانستان خانه شخصی دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالانیس، اینا مثل ما و شما فعلا افراد بسیار زیاد عادی در ما بین از افغانستان هستن و باید سر مردم افغانستان سر دنیا امر نکنن، باید از طریق قانون پیش برن. امید دستاوردهای 12 سال افغانستان فدای سر قدرت طلبی های خود نکنن، به خاطر از اینکه ما به واقع همگی بسیار زیاد نگران هستن که این بوران ها بالاخره به جنگ های داخلی تبدیل نشه، چنانچه که شما میبینین در صفحات فیسبوک طرفدارای عبدالله را با تفنگا و نمیفهم کلاشینکوفا و اینا آماده جنگ و جهاد و اینا آن هستن. خب به این اساس اجمل جان بلوچ زاده را از کابل برای خط داریم. اجمل جان آگاه امور سیاسی هستن و همچنان فعال جامعه مدنی هستن و در مسئله همین بحران انتخابات صحبت های امرشان داریم. اجمل جان سلام علیکم، چی حال دارین؟ اجمل جان سلام علیکم، هلو اجمل جان، میبخشین سلام علیکم، چیال؟ سلام، چطور هستین؟ میبخشین، چیال دارین؟ صحت شما خوب است؟ من سلام گفتم به بیننده های عزیز تلویزیون شما، سلام فرستادم. بسیار شما لطف کردین، مهربانی کردین. امی والیوم تلفن پایین بود، ما بسیار معذرت میخوایم. اجمل جان، دکتر عبدالله در دور اول البته رای زیاده گرفت و یقینا دنیا گل و گلزار بود، از کمیسیون مستقل انتخابات بسیار زیاد خوشحال بود، از بی‌طرفی آمد کرزی بسیار زیاد تمجید کرد، اما حال نتایج انتخابات هم معلوم نیست. این تهدید کردن ها و زورگویی ها و نمیفهمم امی لجاجت شروع کرده، به نظر شما امی کار دکتر عبدالله که البته میخواه که رئیس جمهوری یک مملکت شد و 27 میلیون نفوس اید رهبر شد، به نظر شما امی کارهایی که دکتر عبدالله کرد بسیار نامسئولانه و عجولانه نبود؟ خواهش میکن بفرمایید. اجازه بتید که در رابطه با پروسه انتخابات، زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری آمدن و برقابت پرداختند، چون یک پروسه بسیار مهم است بر افغانستان و یک پروسه بسیار سرنوشت ساز، با اون لحاظ تمام کاندیدان تلاش کردند در دور اول انتخاباتی که از بسیاری از موارد چشم پوشی بکنند. زمانی که در جامعه مدنی بحث تعیین کمیشنرها مطرح شد و اینکه قانون انتخابات به تصویب می رسید و به توشیر رئیس جمهور، در اون قسمت طرز العمل ایجاد شد بعد از قانون انتخابات تصویبش و قانون تشکیل و صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های مستقل انتخابات که کمیشنرها را چگونه گزینش بکنند. متاسفانه زمانی که کمیشنرهای کمیسیون فعلی از طرف نهادهای مرتبط رؤسای مجلسین حضور داشت، رئیس کمیسیون حقوق بشر بود، رئیس نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از استر محکمه افغانستان نماینده هاشون حضور داشتند، این نماینده ها دستچین شدند و با اعمال فشار حکومت در کمیسیون ها جا و جا شدند، هم در کمیسیون مستقل انتخابات و هم در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، که در این دو کمیسیون زمانی که ما اعتراض داشتیم، ما صحبت می کردیم که افراد از یک پروسه دموکراتیک، از یک پروسه بسیار دقیق گذر نکردند، به این معنا که اینها دیسانت شدند و افراد و حلقات معینه در هر ریاست جمهوری به خصوص آقای خورم افراد دست نشانده شون در کمیسیون گذاشتند. از اون زمان تحلیل های نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی بود که احتمالا کمیسیون نتونه بحران انتخاباتی را مدیریت بکنه و احتمالا انتخابات به بحران بره. با اون حال زمانی که در دور اول انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری رقابت میکردن، یک سلسله مصلحت ها را در نظر داشتن، تلاش داشتن که استقلالیت کمیسیون به رسمیت بشناسن، تلاش داشتن که از اغماز بکنن از بسیاری از قانون شکنی ها و تخطی هایی که در کمیسیون صورت میگیرد. صرف مصلحت به این بود که پروسه ملی انتقال قدرت سیاسی و گونه مسلمت آمیزش خدشه‌دار نشد. اما پسان دیده شد که با وجود این که دکتر سید عبدالله در مرحله اول آرای بلند برده بود و آرا به ترتیبش دوم دکتر سید اشرف غنی و آرای سوم دکتر سید المهر رسول از آن خود ساخته بودند،
بحث همی بود که همی پروسه به شکل بسیار دموکراتیک، آرام و مسلمتانیزش خاتمه پیدا بکنه. اما از اون جایی که پروسه انتخابات را تلاش داشتن که به بحران بکشانن و کم سرش مشکلات ایجاد بکنن، آرای تقلبی که کاندیدای محترم داشتن اینها تصفیه شد و بالاخره قسمت آرای دکتر شب عبدالله قسمت از آرای دکتر شب اشرف غنی ریزش کرد و بالاخره آمادگی به شد که باید ما به دور دوم. اما در دور دوم صدای مرا میشنوید؟ بله بله میشنوم. سراپا گوش هستیم. بله. در دور دوم انتخابات زمانی که همه وقت گونی مسالمت‌آمیز بازم میگم که یک حق تلفی صورت گرفت و آرای دکتر عبدالله مردم افغانستان شاهد هستند، کمیسیون مستقل انتخابات بر وضعیت شاهد است، حکومت افغانستان بر این وضعیت شاهد است، تلاش شد که انتخابات به دور دو بره و کاندید محترم اشرف غنی احمدزی را اگر بتونن به دور دو نه مگر اجمل جان 50 جمعیت که خود دکتر عبدالله پوره نکرده بود خویی قانون در قانون اساسی است که باید بله آرا به گونه بود که 58% آرا بود بله. از دکتر سر عبدالله زمانی که خودشان ناظرینشان و افراد اشخاصی که در کمیسیون در ستادهای انتخاباتشان کار میکردن ای آرا را جمع آرای که فیصدی های تقلب کشیده بودن 50 جمعیت پوره میشد به این معنا، اما فیصدی های تقلبی را بیرون کرده بودن آرای خدا پاک کرده بودن 50 جمعیت پوره میشد. به هر حال این صحبت ها بگونید خب باشین خب باشین باشین اجمل جان باشین که بک اند فورد صحبت کنیم. پس آل آرای دکتر عبدالله به چی دلیل پایین آمده؟ هنوز انتخابات هنوز شمارش نتایج شمارش آرا را نگفته، چرا پایین آمد نتایج؟ بله اینال خط در کجا شد؟ زمانی که دور دوم انتخابات آغاز شد، در دور دوم انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات که اصطلاحا در کابل به نامش کمیسیون نامستقل انتخابات یاد میشه، ازش مکمل برنامه ریزی شده و کاملا سازماندهی شده در مناطقی که آرای بسیار زیاد وجود نداره، بخصوص در مناطق شرقی افغانستان، بخصوص در مناطق جنوبی افغانستان، به دلایلی که تعداد برخی از قسمت ها ناامن است، به دلیل اینکه در دور دوم انتخابات برخی از افراد اشخاص پای صندوق های رای نمیرن، از بسیاری از ولایت هایی که در دسترس ما نرخ قرار گرفته رای های صد هزاری تقلب شده و نفی کاندید. با اون لحاظ بری وضعیت امیل عزیز ما با شما صحبت میکنم، اخبار افغانستان و یا کابل بیشتر روی یک اسناد صحبت دارن که آقای امرخیل و مسئولین خود در کمیسیون های ولایتی صدا میزنه و بهشان هدایت داده میشه که شما به گونه سازماندهی شده کار بکنید. شما در مورد زمین ببخشید اجمل جان، شما در مورد نوار ویدیو رو میگین، اما باور کنین من یکی از بیننده دارم، شما خو نمیتونین کورو به این ترتیب ثابت بسازین که حتما اینه می امرخیل است. من یک بیننده برنامه است که وقت امیال از خواهش کنم زنگ صحبت کنن، مثل اشرف غنی گپ میزنن، اگزکتلی مثل اشرف غنی گپ میزنن، مگر اینو ثابت کنن نمیتونن. بله. من میخوام میره بگویم که اسنادی که در دسترس قرار گرفته، اسنادی که در دسترس قرار گرفته مورد تایید صحبت های کمیسیون است. یعنی پیشتر آقای رحمان هوتکی زمانی که صحبت داشتن دست داشتن پذیرفتن که بله آقای عمر خیلی صدایشان هست، ما تعقیب میکنیم و این بحث را جدی میگیریم. حتی گفتی شد که اگر احیانا ما بفهمیم که عمل صورت گرفته این یک جرم است و ما برش شدیدا دستگی میکنیم. رحمان هوتکی در طول نیوز بیشتر برداشت. به هر حال یعنی وضعیت انتخابات میخوایم براتون بگیم که در دور دو آل وضعیت به گونه است که رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی تخار استعفا داد، در بغلان یک کمیسیون یک نهاد محلی کمیسیون مستقل انتخابات مسدود شد، فردا در چند ولایت دیگه هم این کمیسیون ها مسدود میشن. بیشتر بحث داشتیم که انتخابات به بحران رفت یا نرفت. نتیجه بحث هایی شد که تقلب به حد بالا رفت، آرا تقلب به حد سازماندهی شده بود که مشروعیت انتخابات از این سال بود. بیشتر شما یک سوال کردین که چرا در این دوره سکوت بود، در این دوره کمه اعتراضات و سر صدا و جنجال بالا شده؟ دلیلی که اشتباه اول کمیسیون مستقل اعلام کرد. قبل از اینکه انتخابات خاتمه پیدا بکنه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آمد اعلام کرد که در حدود 7 میلیون شهروندان افغانستان آمده پای صندوق های رای دادن. و در یک مصاحبه دیگه میگه که اضافه تر از 7 میلیون. آمار اقتصادی که به دسترس ما میرسه نشان میده که کمتر از 7 میلیون، در حدود 5.5 میلیون نفر
بنابر دلایل در دور دوم شما بخواین نخواین انتخاب افراد کمتر میشن، نمیتونن بین دو فرد هم گزینش بکنن. در دور اول آرا به گونه بود که یک تعداد افراد اشخاص نامنیک بودن یا در حقیقت مورد تایید مردم بودن، رفتن رای افراد سپردن. در این قسمت در این دوره نتونستن آرا را استعمال بکنن. حال وضعیت به ایست که دکتر سیب عبدالله با روشه که پیش گرفت تلاش کرد نشان بده که پس کمیسیون آماده است که آرای دیگر هم اطلاعاتی که بر ما میرسه 5 میلیون است، ولی کمیسیون میخواد 1 میلیون آرای آرای دیگر هم تقلب بکنه و ایره جزو سیستم بسازه. با اون خاطر آمد رابطه شد با کمیسیون قطع کرد. ایره به عنوان این که شخص خودش یا اعضای رهبری خودش به عنوان این که یک حرکت مدنی و یک حرکت ابن اجمل جان بسیار اجمل جان خانم بسیار معذرت میخوایم، ما کارت تلفن خریده بودیم، دو کارت رخ نشد، یعنی کار نمیکرد. اینم یک کارت داریم که 40 دقیقه است، وقت ما کم است. اگر ما بسیار استان معذرت میخوایم، اگر سوالای ما را بسیار زیاد کوتاه فشرده جواب بدین. حال به نظر شما سازمان ملل، امی معاون رئیس سازمان ملل برای میانجیگری آمده در مابین کابل، علی اینا چی نقش می داشته باشن در اینجا و سازمان در دمی حل امی مسئله امی بحرانی که فعلا از این چی رقم همکاری کرده میتونه؟ چرا که از نقطه نظر قانونی کمیسیون مستقل یگانه مرجعی است که انتخابات اداره میکنه؟ دقت بس شما درست است، ولی زمانی که طرف نامزد یکی از طرف های نامزد مشکوک میشن و شک میکنن بالا یک نهاد مستقل مثل نهاد انتخابات و یا بالای حکومت هم به اعتماد هستن، ناگزیر هستن که از نهادهای بین المللی، نهادهای ناظر بین المللی و نهادهایی که در رابطه به انتخابات کار میکنن، بخصوص سازمان ملل متحد، ازشون خواهش شود که مداخله بکنن. اما سازمان ملل امروز اعلان کرد که مداخله ما و یا نظارت ما بر وضعیت و یا همکاری ما در پروسه انتخابات، مداخله نه، همکاری ما در پروسه انتخابات مشروط است. مشروط به این معنا که اگر ما آرا را تصفیه میکنیم، پاک میکنیم و بالاخره از نظارت خود میگذرانیم، پروسه را تصفیه میبخشیم، مورد تایید کاندید مورد نظر باشه. اما کلیپی که امروز بیرون شده، صدایی که امروز بیرون شده، این پروسه را به مراتب مخشوش ساخت. حتی سازمان ملل حتی اگر پادر میانی بکنه و میانجیگری بکنه، احتمالاً که نتونه براحتی این تقلبای گستردی که در گوشه های مختلف افغانستان صورت گرفته و پنهان از انظار مردم افغانستان را تصفیه بکنه، این را پاک بکنه. با اون لحاظ فقط فعلا در حد یک گفتگو است که سازمان ملل اولا کاندیدا را نظر شبیر کار شما آماده هستیم که نتیجه ایره که ما اعلان میکنیم بپذیرین و یا نه. اگر احیانا گفتگوها و بحثای دیگه وارد مذاکره و صحبت ها و یا همکاری سازمان ملل میشه از طرف نامزدها، احتمالا سازمان ملل هم در قسمت همکاری نکنه و در این پروسه نقش نداشته. اجمل جان مردم فکر میکنن که حامد کرزی به خاطر تخریب و بدنامی بسیار پنهانی تلاش داره در مسئله انتخابات، البته میگن در هر کجای صحبت است. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چی است؟ خب پروسه را تخریب، اگر بگویم تخریب کرده یا خواسته که به بحران بکشانیش، اگر خواسته ایره ناکام بسده، بیشتران ما بس داشتیم که رئیس جمهور افغانستان تعهد داده بود به جامعه بین الملل در کنفرانس های مختلف که انتخابات را ما برگزار میکنیم و شفاف برگزار میکنیم. مجموعه پول ها و مجموعه همکاری هایی که جامعه بین الملل انجام داده بود، این همکاری ها و این پول ها به شکست مواجه شد. اما رئیس جمهور افغانستان بیشتر به تداوم قدرت خود می اندیشه، تلاش داره که نشان بده به جهان و به مردم افغانستان که غیر از من گزینه دیگه وجود نداره. احتمالاً سناریویی که پیش روی است است که رئیس جمهور افغانستان دوباره پس تا سال 2016 باقی بمانه، انتخابات به بحران میره، کمیسیون ها بسته شده میرن، مسدود شده میرن و در نهایت مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت یا در اثر یک لوی جرگی و یا بزرگان و یا رهبران سیاسی را جمع میکنند، رئیس جمهور را وظیفه‌اش تمدید میکنند تا سال 2016. با امریکا هم تفاهم خواهد کرد که ما توافقنامه امنیتی را با شما به امضا میرسانیم و این بس تضمین میکنه تا دو سال دیگه که رئیس جمهور به قدرت باقی بمانه. تمام بحث ها، تمام برنامه ها از چندین سال به این طرف بود که رئیس جمهور چگونه خودش به موقف خود داشته باشه و قسمت ریاست جمهوری داشته باشه، که نشانه های از حضورش و نشانه های از در قدرت بودنش همین شب روز دیده میشه و احتمالا که تا یک مدت دیگه هم به عنوان
سرپرست یا به عنوان رئیس جمهوری که از طرف یک شورا تعیین شده در قدرت باشه. بازی این موضوع رو دکتر عبدالله قبول میکنه یا دکتر اشرف خانی احمدزی اگر حالت اضطرار اعلان کنه؟ این بحث اینجاست که تفاهمی که بین این دو تا صورت میگیره آیا نتیجه همی است یا نه. زمانی که اگر دکتر چه بشرفانی به این نتیجه برسه که خب انتخابات به بحران رفت و کمیسیون ها استقلالیت شون از دست دادن، سازمان ملل هم نتیجه نمیده. با گفتگوهای این دو تا که بسیار سخت است، بسیار سخت است که دکتر چه بشرفانی بپذیره یا دکتر چه عبدالله بپذیره. به دلیل اینکه اگر انتخابات شفافی بود یکی از اینها برنده بود، یا دکتر چه بشرفانی یا دکتر چه عبدالله، با وجودی که اعترام نمیگیم که اینا رأی نداشتن، دریای پاک داشتن و مردم افغانستان در وضعیت فعلی به خاطر آرامش خودشان، به خاطر ثبات افغانستان، به خاطر این که افغانستان بیشتر مسئولیتتون رو میشنیدن که دوباره پس بر نگردن به جنگ های داخلی، دوباره پس آواره نشن، مهاجر نشن و این مشکلات دیگه که سر راه مردم افغانستان اومدن نجات به تن افغانستان را یکی از این دوره انتخاب میکرد و آرای پاک هم دارن. ولی متاسفانه در اینجا مداخله کمیسیون در تقلب که حتی پیشتر بحثایی شده بود در صحبت ها که گویا رئیس کمیسیون دارالانشا بر افراد اشخاص خود دستور میده که شما گوسفندها را ببرین و فربه بسازین یا چاق بسازین. معنای حرفی بود که کود بود که به کار رفته میشد که گویا شما صندوق پر بکنید. حتی با این بحث ها و این صحبت ها، این بحث ها است که امروز سر و صداهای بسیار زیاد را شما اشاره کردیم که در فیسبوک ها زیاد ساخته، در رسانه ها بسیار واکنش های زیاده داشت، تظاهراتی که صورت گرفته، حرکت هایی که صورت گرفته. یک دفعه توجه بکنیم که بسیاری از افراد و از دوستایی را که ما رفتیم دیدیم در تظاهرات تلاش دارن که از دموکراسی، از انتخابات و از پروسه حمایت بکنن و تلاش بکنن که تقلب پاک شده و آرای پاک روی صحنه بیاد. مگر از ملجان اگر ببخشین من هر جا میگه من بسیار هستن افرادی که موتورها را خراب کردن، شیشه ها را خراب کردن، جوان هایی که واقعا انسان از ایشان متنفر میشه که عکس هایشان را در فیسبوک تلها و با تفنچه ها و با لباس های مختلف در صفحات فیسبوک متاسف میشه انسان. اینا همش طرفدارای دکتر عبدالله هستن. خواه مگیش طرف داره دکتر عبدالله هستن؟ یک مورد است یکی که شما وقتی بحث طرفدار مطرح میشه در داخل یک سیستم یا در داخل یک نظام نیست. یک فرد است که رأی داده، یک جوان است که شاید فرصت طلب باشه از این وضعیت، اما شما در سطح رهبری یا در سطح افراد اشخاصی که در کنار دکتر عبدالله هستن یا در کنار دکتر بشرفانی هستن، اون زمانای چند سال پیش، زمانی که ما مقایسه میکنیم 14 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش، نسل امروزی تحلیل کرده از یک طرف، از طرف دیگه هم کادرایی که در کنار از اینا با مناطق، با مفاهیم، با ادبیات، با قانون افغانستان آشنا هستن، حتی خود این افراد از تلاش میکنن که این وضعیت کنترل بکنن و اجازه ندن که از نامشان استفاده شود. خب چرا ببخشید چرا دکتر عبدالله به تلویزیونا نمی اعلان نمیکنه که خیشتنداریتان رو حفظ کنین، با مظاهره نبرین، امنیت کمربند امنیتی رو نشکنانین، کال جنگای داخلی شروع نشه، آل چور و چپاول نشه. چرا می صحبت نمی کنه؟ چرا جوانا باید تشویق شوه؟ چرا از احساسات جوانا باید در افغانستان سوء استفاده شوه؟ اولاد کدام از این کاندیدا در مابین از این مظاهره چیا است؟ مگر خود کاندیدا در زمانایش نه چندان دور به مابین افغانستان بزرگترین خیانت نکردن، بزرگترین جنایت نکردن، کشتار مردم افغانستان فراموش کردن؟ اجمل جان کالینا راجع به تقلب و تخلف و تخطی صحبت میکنن، مگر از کجا شد تخلف و تخطی های خودشان؟ این بسیار واقعا اگر افغانستان، من یک مصاحبه داشتم در سالهای 1993 با دکتر عبدالله. دکتر عبدالله سخنگوی وزارت دفاع بود و در امون زمان جنگای بسیار شدید در افغانستان بود. ما پرسانش کردم که در این توپ و خمپاره به فرق مردم زدن چی معنا داره؟ چرا قدر جه؟ سه بار پرسانش کردن، سه بار گفت که به کمربند امنیتی در مابین افغانستان شکست. حالا اینمی دو کاندید امی حین کار باز نکنن نی در مابین افغانستان، برای زی که افغانستان مردمش بسیار آسیب پذیر است. بفرمایید، خواهش میکنم. میخوامیده بگویم که ما اولا باید نجات بتیم افغانستان را که دوباره پس به وضعیت بر نگرده.
یعنی شما نمیتونین انکار کنین که در افغانستان چنین افراد وجود نداره. ما شاهد صحنه های که شما شادوایی کردین، شاهد این برخورد ها، درگیری ها و بودیم و جنگ های داخلی در شاهد بودیم. افراد اشخاصی که متهم به نقض حقوق بشر بودن، مرتکب جنایت شده بودن، چندین بار از رسانه ها و در یک مصاحبه با شما هم صحبت می کردیم که برنامه عدالت انتقالی را خواستیم که تطبیق شود و در این برنامه تلاش صورت بگیره که حداقل شهروندان با وجدان، شهروندان وطن پرست بودن و شهروندانی که قربان شده بودن، از شهروندانی که جنایت کرده بودن و از شهروندانی که وطنش را خرب کرده بودن تفکیک شوند. متاسفانه این برنامه عملی نشد. حتی در قانون انتخابات، زمانی که قانون انتخابات پیشکار میشد، بحث میشد، این موارد مشهود بود که وقت افراد اشخاصی که مرتکب جرم جنایت شده بودن خودشون کاندید نکنند. همین کمیسیون مستقل انتخابات، همین کمیسیون رسیدگی و شکایت انتخاباتی اجازه داد که برخی از افرادی که ناقض حقوق بشر بودن وارد صحنه و وارد رقابت‌های سیاسی شدند. این مشکل برمیگرده برای جمهور افغانستان، این مشکل برمیگرده به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان و به نخود مقننه افغانستان تا حده. به اون لحاظ بحث می بود که ما فعلا اگر بخوایم این پروسه را تمرین بکنیم، این پروسه را بگذرانیم و این پروسه را موفقانه ازش بدراییم، ناگزیر بودیم که انتخابات برگزار شد. حال بحث همی است، این واقعیت های افغانستان است. نمیتونیم با 12 سال قدرت خارجی ها با تمام قدرت خود مردم افغانستان نتونستن این افراد از صحنه سیاسی حذف بکنن. حالا راه حلی بود که اینها در حکومت اگر قرار می گرفتن هر دو طرف متهمین و ناقضین و بشر در خود دارن، اما حرف اساسی بود که ما می تونستیم بعد از این که اینها به حکومت می رسیدن مطالبات و وعده هایی که به مردم افغانستان داده بودن استاده می شدن و این مطالبات و خواسته ها یک به یک عملی می شد. اما در شرایط فعلی با توجه به این که بین دو کاندید درگیری و بالاخره تشنجات لفظی و بالاخره برخورد تا حدی بود که رئیس جمهور در این مرحله وضعیت را به نفع خود دید، پروسه طور تنظیم شده بود که در یک مرحله باید نتیجه انتخابات به بنبست مواجه شود، ولی در عین حال تهدیدهای دیگه و پارامترهای دیگه که سنجیده نشده بود اونا هم دخیل شد، مجموعاً در کنار هم آمد انتخابات را به وضعیت فعلی قرار داد. ما تحلیل ما فعلا در شرایط فعلی چه است؟ همین شب که من با شما صحبت میکنم فردا و پس فردا رو نمیفهم، چرا در افغانستان سیاست سیاست لحظه‌ای شده؟ یعنی اگر 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد صحبت ها، ادبیات تحلیل و بالاخره تحلیل ها و برخورد ها تغییر میکنند. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم درک ما از وضعیت همی است که احتمالا دو تا کاندید نتونند مشکلشون بین هم حل بکنند، کمیسیون های مستقل به اعتماد شدن نمیتونند بحران آرا را بیشتر برش رسیدگی بکنند و او را تصفیه بکنند، سازمان ملل هم بسا و مطالبات و پیشرفت های خود را که به خاطر آغاز مذاکره میگذاره مورد پذیرش کاندیداها قرار نخواهد گرفت، چنانچه دکتر سبحان غنی اعضای ستادشان گفتند که نیاز نیست که سازمان ملل در این مرحله مداخله کنه، که کمیسیون های با صلاحیت حضور دارند، بعد مشورت این که کمیسیون ها رو زیر سوال نبرید. با اون لحاظ این تنش میان دو نامزد و در نهایت عدم همکاری حکومت در این پروسه وضعیت را بنبست میبرد. رئیس جمهور افغانستان از این فضا بیشترین استفاده را خواهد کرد، برای یک مدت دیگه هم به شکل مشروع یا به شکل غیر نامشروع که مشروعیت از کجا میگیره پسان برچان معلوم خواهد شد، ولی فعلا بر یک حالت نامشروع حکومت چه ادامه خواهد داد. پس انتخابات و نمیفهم برگزاری انتخابات و این رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی و بسیاری از هموطنان ما کشته شدن و این انگشتایشان قطع، این دیگه هیچ ارزش نداشت دیگه اگر این سازماندهی شده بود پیش از پیش. باور شما توجه کردین گزارش‌ها را خواندین، 12 نفر دلکایشان یا انگشتایشان قطع شد. امروز میلیون ها انسان انگشتاش قطع میشه وقتی که انتخابات اگر به بحران بره. بله یقینا میلیون ها انسان ما رأی اگر بگیریم 5.5 میلیون آرا. یک نکته دیگر هم اشاره می‌کنم، مجموع آرای افغانستان یا مجموع نفوذ افغانستان 30 میلیون است. بله. 16 میلیون واجد شرایط نبودند. 14 میلیون کارت توزیع شده بود واجد شرایط بود. در دور اول 7 میلیون رای داد، 7 میلیون رای نداد. 7 میلیون خاموش جامعه واجد شرایط، جامعه از وضعیت ناآرام بود. انتخاب نداشتن به این معنا. پاسخ این 7 میلیون کی بود؟ حالا یک کنیم اجمل جان قطع وصل میشین، اجمل جان قطع وصل میشین،
الو دکتر خط وصل میشین جایتان تغییر دادین جا خط وصل میشه تلفونتان تلفونشم قطع شد نیلوفر جان بیرنده عزیز من امروز ببخشیم که من تلفونم نمیشه دیده نمیتونم بر صورت امروز من از یک سه چهار کارت تلفون خریده بودیم خب پیش از اینکه ما به ایر بریم کارت ها رو چک میکنیم دو کارت تلفن کار نداد $10 هر دوی کارت میگفت که چیزش غلط است امو نمبر که میزنه پن نمبرش غلط است و درست نبود و همچنان ما یک کارتشان پن نمبرش درست بود برای 40 دقیقه اگر کدام هموطن کارت تلفن داره به نمبر تلفن استیدیو به نمبر تلفن استیدیو بعد 941 نه این نمبر که برای صفحه تلویزیون است نه بعد نمبر 949 825 7400 زنگ بزنین اگر کارت داشته باشین بر ما کارت بدین اگر یک نیم ساعت برنامه را هم اسپانسر میکنین در غیر از او چیز از متاسفانه کارت ها اونجا افتاده که باز روز یک شنبه بریم رو فردا امرای این تلفن کمپانی گپ بزنیم که چرا این پرابلم شد منتها من بیننده هم اگه شما برای خطر اشغال کردین متاسفانه تلفنم قطع شد کارتام حسابش خراب است ببینیم که شما چی گفتنی دارین بیننده عزیز برای خط هستین بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سجاد جان ما بسی نظریتم از شهر فرایبورگ آلمان گپ میزنم سلام آقای نظری چی دارین خوب هستین تشکر لطف میکنین اگه اجازه بدین به من این ساعت پروگرامتون هم اسپانسر میشم تشکر لطف کردین ما یک پرابلم داریم ما 4 دانه 3 دانه کارت ما کار نمیکنه از به افغانستان پن نمبرش غلط است یک کارت ما درست بود من از خاطر به هموطنا زنگ زدم خواهش کردم که اگر امکان داشته باشه که یک کارت تلفن به افغانستان داشته باشه بر ما هم تلفن بدن برای اینکه کارت ها کار نمیکنه نظری صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم من شما آلدی نیم ساعت اسپانسر کردین من نیلوفر جان میگم با یقین نمرای خدای آقای مسکینیار شما پول اسپانسر روان میکنین برشان بله اگه اجازه بدین من یک نظریه دارم خب این اجمل جان آمد نظرتان رو بر اجمل جان بگوین خب نیلوفر جان نمبر استیدیو رو ایره پس کن نمبر استیدیو رو بان که اگر یک کارت بیننده ما بر ما بده اجمل جان بسیار زیاد ما معذرت میخوایم شما قطع شدین یکی از هموطنهای بسیار عزیز ما به نام آقای نظری در آلمان هستن اینا میخواین که نظرشان یا سوالشان از شما کنن در عین زمان هم نیم ساعت برنامه رو به خاطر شما اسپانسر کردن متاسفانه ما کارت پرابلم کارت داریم اینی گپش شما از اون طرف زنگ زده نمیتونین ما ببینم خب بگذارین کمیال شما بگذارین که اجمل جان بگذارین که آقای نظری چی میگن آقای نظری نیم ساعت بر شما اسپانسر کردن آقای نظری خواهش میکنم بفرمایید من میخواستم برای آقای اجمل جان بگویم که مسئله از این قرار است که مثلا ما در تیم آقای اشرف غنی دو نفر قاتل آمده یکی آقای دوستم است و دیگه آقای حلال است که از حزب اسلامی است در تیم و خود آقای اشرف غنی دستش به خون آلوده نیست در تیم آقای عبدالله خود آقای عبدالله کابل را ویران کرد و در تیم از دو نفر قاتل کرد که محقق است و دیگه از حزب اسلامی است دو نفر از 3 نفر و در غیر از دو دیگه قاتل ها هم به امروز یک داشتن مثل سیاف مثل اسماعیل دوست و مثل محمود کرزای دوست کابل بانگ دیزی کرد اینا شما فکر کنید همین به صورت عادی من شما سوال میکنم که همین مردم افغانستان مردم عادی نیستن شعور سیاسی از یا بسیار بلند رفته اینا میفهمند و میبینند حاله که در سر از یا چی حال است که اگر عبدالله بیای سر از چی جنجال های دیگه پیدا میشه تمام قاتلین و تمام از این در مقابل مردم افغانستان استاد شده و از این سبب همین مردم در لحظات آخر متوجه شدن چون شعور سیاسی شدن بلند رفتن از این سبب اینا نمیخواین آقای عبدالله امرای تیمشان نمیخواین و اینا چرا یعنی ما به قاتلا به مردم های دوز این مردم افغانستان بگیره چی بده یعنی بگیره قبول کنن قبول نمیکنن از این سبب ما از شما خواهش میکنم
که کزاره بگوین و این حکومت خود آقای کرزه وقت شده که آقای مردم بسیار انسان شده. اگر کرزه دو سال دیگه بالا مردم میخیزه، مردم آل ماتل کسمت میکنند. یعنی مقدر میخوایم که شما حقیقت بگوین و بسیار متوجه اعمال آقای عبدالله و تیم عبدالله و متوجه رای ملت افغانستان باشند. تشکر. بسیار زیاد تشکر آقای نظری گل از صحبتاتان، از محبتتان که نیم ساعت هم اسپانسر کردین. یک دنیا و یک جان هستن، سپاسگزار هستم آقای نظری، لطف کردیم، خداحافظ. اجمل جان خواهش میکنم بفرمایید. یعنی اجمل جان به نوع اجمل جان ببخشید، آقای نظری به نوع فکر کردن که شما طرفداری از تیم دکتر عبدالله را میکنین و یقینا در هر گوشه و کنار ما مردم هستیم که اگر شما در افغانستان همه بدبختی ها را با خون و جان و پوستتان لمس کردین، ما هم در امریکا یعنی آرام نبودیم. من خودم شخصا در امریکا 20 سال است که در مقابل کامره ها میایم و در مقابل افغانستان با قندل میسوزم. مگر جنایاتی که در مبین افغانستان در چندین سال شد که شما مثلا شما یک جوان هستین با تمام عمرتان جنگ دیدین، با جنگ بزرگ شدین، من برتان سر تعظیم میگذارم که شما امروز در درسه علوم سیاسی درس خواندین، ماستریتان رو گرفتین. در امی یکی از اعضای اما آهنگی چی بودم اون نامش؟ عدالت انتقالی بودین، فعال سیاسی هستین. من بسیار زیاد مثلتان افتخار میکنم سر شما جوانای آگاه افغانستان. اما باید دقایق هم بگویم که این امینایی که امروز گپ از تقلب میزنن خودشان چی نبود که نکردن. اگزکلی همی گپ است که آقای نظری گفتن. بفرمایین اجمل جان، یک بیننده ما هم زنگ زدن، محبت کردن، کارتان بر ما دادن که ازشان سپاسگزار هستم. البته باز برم بگوین. بفرمایین. تشکر. واقعیت همی است. من برتون یک مصیبه برتون میتونم. دکتر سبزر میل رسول کندید بودن. خانم به نام حبس روی به عنوان معاون دوم و آقای زیر مسعود معاون اول. بله. پاکترین تکت بود تا حده. جنایت نداشتن، قتل نداشتن، کشتار نداشتن، فساد کم بود میزانش و بالاخره شایستگی ها و ویژگی های خاص خود داشتن. به این معنا که اگر در اولین بار در انتخابات افغانستان یک زن معاون دوم میشد، پیروزی بود بر نیم از پیکر زنان افغانستان. یعنی اگر میتونستن که یک فرد مثل آقای زلمه رسول که تا حد آدم خوب شاید دیدگاه مختلف نسبت به این وجود داشته باشه، اما همین ترکیب همین تکه دست همین خواهیم بگویم که نسبت به دیگه تکه تا شاید به مراتب خوبتر میبود یک انتخاب بود. اما شما دیدین که 11% رای داده شد باشه. و این آرا را من مطمئنن براتون میگم بر اساس واقعیت ها. کسایی بودن که دموکراسی میخواستن، حقوق زن میخواستن، حقوق بشر میخواستن، با این همی ادبیات 13 ساله مدرن سیاسی و حقوق بشری آشنا بودن. یک بند. بحث دوم واقعیت های جامعه همی است. بسیاری از افراد و بسیاری از بزرگان خودشان را مدافع حقوق قومشان، مدافع حقوق زبانشان میشناسن. با تا شکل که آقای نظری میگه واقعیت همی است که شهروندان و بالاخره بسیاری از افراد دنبال رهبرانشان میرن، تلاش میکنن که در قدرت رهبرشان تثبیت بکنن، حضور داشته باشه، ولو هر کس باشه. ما در افغانستان یک اصطلاح داریم، شما هم چندین باری رسونده باشین، که جنایتکار یک قوم قهرمان است، یک زبان قهرمان است، جنایتکار یک قوم و یک زبان دیگه جنایتکار. این ترتیب از یک طرف قهرمان، از یک طرف جنایتکار. در این بحث ها تا که امو عباس عدالت انتقالی به زمانی که ما مطرح میکردیم، انسان ها از جنگ دست نمی برداشتن، خشونت بر نمی داشت، ازش کنار نمی رفتن. هنوز هم شما توجه میکنید در افغانستان علاقمندن برن به طرف خشونت، برن به طرف جنگ. شما اشاره کردین که عکس های صلاح را در فیسبوک میمارند، بعد از صلاح متنفر باشن، پیش از چشم همه خون انسان خواهی خواهی آسیب پذیر هستن. خب مگر بسیار آسیب پذیر هستن، چرا به یک عمر اینا در مابین افغانستان جنگ شنیدن؟ اما حرفی است که یک گونه نکتیک وجود داشت، همین بود که احتمالم سرد به این میشد که اگر دکتر سب اشرف غنی میامد در قدرت میرسید، اگر ببره، و بازم میگم که من جانبداری نمی کنم در این وضعیت، همین مصاحبه من جانبدارانم نباید باشه، بدل از این که شهروندان ما در بیرون از کشور اطلاع پیدا بکنم از داخل افغانستان. اگر دکتر سب اشرف غنی به قدرت برسه و یا اگر دکتر سب عبدالله به قدرت برسه، زیر مجموعه از این افراد دیگه هم هستن که دست به فساد دارن، چنانچه اشاره شد، دست به قاچاق مواد مخدر دارن، دست به قاچاق دارن و دست به
سایر جنایت های دیگه دارن. اما دستگاه قضایه تا بال این حکم صادر نکرده، اما قوانین افغانستان تا حال وجود ندارن، مثل قانون جنایت جنگی، مثل قوانینی که بتونه افراد اشخاص را که متهم به نفس بشری هستن به مجازات بکشونن. به اون لحاظ قانون عفو عمومی و مصالحت است فکر شده سرق پارلمان افغانستان، گویا همه افراد در کنار هم یک دیگر بخشیدن، اما واقعیت نیست که یک دیگر بخشیده باشن. شما او را میبینین از بیرون که چی صدای بلند میشه، کنوز هم اتهامات نسبت به اینا وارد است. ده. اما حرفی بود که یک مراتبه ساختار نظام شکل بگیره، ساختار حکومت شکل بگیره باشه، حکومت شکل بگیره، یک دفعه می گذار ما داشته باشیم که این گذار ما را بر جنگ میبره، این گذار ما را به بحران میبره. حالا مردم افغانستان به این نتیجه رسیدن که هر کس میای بیای دست مردم از کار گرفته شده، همین لحظه بیکاری در داخل افغانستان. اجمل جان میبخشین، من دیشب در اخبار خواندم که مردم که در افغانستان است از دست از این مظاهرات بسیار ببینی رسیدن در شهر کابل، میگن که ما در یک هفته بزنس ها بسیار زیاد خراب شده، و همچنان چیزی که بسیار باعث رنج تمام افغان ها باید باشه، نه از این چار کلای سیاسونی که به خاطر منفعت شخصیشان هر چیزی که دلشان خواست. ببینین که اول همین میگفت اینا نیروهای خارجی میبره، نیروهای خارجی میه، وقتی که امریکایی ها برامد باز وضع افغانستان به بحران میره، افغانستان جنگای داخلی شروع میشه، هنوز نیروهای خارجی 2016 هم نرسیده و نزده ما بین خود از مملکت هم هست. ببینین که چی بحرانه، یک چند کلا انداختن، این واقعا جای خجالت است. ما به اجازه تن بیننده رو برای خط میارم، اگر بیننده هم سوال کنن کوتاه مختصر و شما هم جواب مختصر، درست است؟ به اجازه تن اجمل جان؟ بله میشنم، بله. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. لیلی جان السلام علیکم، احترامات خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان تقدیم میکنم. سلام علیکم به شما، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ از ورجینیا مهمان صدیقی هستم. من میخواستم از مهمان گرامیتان یک سوال داشته باشم و ضمناً اجازه بدین کم یک دقیقه یک تبصرام دارم تمیرام بگویم. در صورتی که هم یک اردو کاندیک پیش قبل از اینکه انتخابات شروع شود اینا تعهد کردن یا یک تعهد نامه دادن که ما کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات قبول داریم و به مقررات پابند هستیم، وقتی که در دور اول هم انتخابات صورت گرفت اینا گفتن ما را که در دور اول هم حتما تخلف شده بود به پیمانی وسیع، و حتی والیا با ولسوالیا سوالتن بیننده عزیز، سوالتن خواهش میکنم، بیننده عزیز سوالتن خواهش میکنم، سوالتن سوال کنین، به خاطر از اینکه ما اجمل جان از اون طرف دنیا لانگ دیستنس داریم، شما خودمی امریکا هستین، خواهش میکنم سوالتن مطرح کنین. سوال ما در ایست که وقتی که دو طرف کاندید ها قرارداد که امضا کردن، قانون انتخابات، قانون کمیسیون مقررات انتخابات، شکایات انتخاباتی را قبول کردن و در دور اول هم تخلف صورت گرفت و حالا به دور دوم را در دور اول ایست که طرف مقابل اعتراض نکرد با ای که تخلفات صورت گرفت، و پس حال چرایی نمیمانند کمیسیون مستقل مطبوعات مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی وظیفه خود اجرا کنند با بعد از دلایل منطقی، یعنی بعد از اینکه منظور بیننده عزیز پول منطقی که دارن در اون وقت راه کنن که کمیسیون شکایات قبول نکرد، باز رو به محاکم با ملل متحد و بیان برن. تشکر بیننده عزیز. اجمل جان متوجه شدین؟ یعنی اینا میگن که باید بگذارن که اول نتایج معلوم شوه و بعد از او اگر بعد از او باز اقدامات کنن، نظر شما چی است؟ برای خواهی صدقی میگم که اولا زمانی که کاندیدها با هم خط دادن و تعهد کردن که انتخابات را میپذیرن، اصول انتخابات را قبول کرده بودن، به این معنا که انتخابات آزاد باشه، انتخابات شفاف باشه، انتخابات عادلانه باشه. در دور اول به دلیل اینکه تقلب شده بود، احتمالا هم نه تقلب شده بود، ولی این تقلب ها به حد بود که در مرحله شکایت ها رسید، به این شکایت ها رسیدگی شد، آرای پاک از آرای ناپاک تصفیه شد، یک مورد قناعت کاندیداها قرار گرفت تا حد، یعنی با صلاح افغانستان و با منافع افغانستان همه خیر افغانستان را در نظر گرفتن، همه پذیرفتن. در دور دو
به حد است که مشروعیت حکومت در زیر سال میره، خود مشروعیت انتخابات زیر سال رفته. من پیشتر براتون گفتم شاید حدود 5.5 میلیون یا زیر 5 میلیون صد رفته باشه کاندید رای داده باشه، اما امروز کمیسیون اعلام میکنه هنوز انتخابات ختم نشده، هنوز انتخابات ختم نشده، در جریان انتخابات هستن، میگن احتمال داره 7 میلیون نفر پای صندوقهای رای رفته باشه. این بود که واکنش ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها را تحریک کرد. ما گزارش هایی که به ما رسید در ختم در شام کنفرانس مطبوعاتی دکتر سرابدالان وقتر بود، ساعتای 8:30 شب بود ولی آن وقتر از او، اما این کنفرانس مطبوعاتی که میتونید حدود ساعتای 4 یا 4:30 بجه بود یا در می حوالی که این دستار مطرح میکنه، هنوز هم نتیجه جمع آوری نشده، شمارش صورت نگرفته بود، این بس اعلام شد. اجمل جان میبخشین، اجمل جان تلفن، اجمل جان ببخشین تلفن دارم قطع میشه، نیلوفر جان پس شماره میگیرن یا که بیننده هم اگه تلفن ها را لاین ها را اشغال کرده که از شما سوال داشته باشن. منتها به نظر ما در این مسائل افغانستان در ما شما باید به منفعت ملی ملی افغانستان گپ بزنیم، جانبداری از اشخاص باید نکنیم، نه از دکتر عبدالله نه اشرف غنی احمدزی. به خاطر امروز ما میبینیم که مملکت ما در یک بحران است، یک تنش و یک نمیفهم کشمکش است که خدای ناخواسته اینمی جوانایی که زاده این زمین محیط هستند و بسیار آسیب پذیر هستند و در این سالها جنگ شنیدن، خدا اینا خواسته جنگ های داخلی نخیزه. اگر ده نفر از یا اجمل جان اگر ده نفر از اینا دموکراسی میخواین، باور کنین که ده نفر دیگهشان کیسه بر و بر چور چپاول مبراین. باز پس که آمدین اجمل جان میگیریم پس برای خط بیننده عزیزی که زنگ زدین و کارت تلفن محبت کردین، ازتان یک دنیا و یک جان تشکر میکنم. نامتان نگفت که به نیلوفر جان نامتان نگرفت کی؟ سردار جان از کجا؟ از هر جایی که سردار عزیز زنگ تلفن کردین و یک کارت تلفن محبت کردین، قربان محبتتان، یک دنیا ممنون. از آقای نظری گل که نیم ساعت به اسپانسر کردن، یک دنیا سپاسگزار هستم. اینمی مانیتر من نمیبینم که اینی خاموش است. خب مقصد که بای ایر بریم من دیگه نمیفهم. منتها بیننده عزیز امی هرج و مرج و جنجال انتخاباتی و عالمی رکود بازار، ذهنیت مردم آماده شدن برای جنگ و مثلا مردم چی شوه مسلح شوه برای گرفتن کلاشنکوف و ایجاد زمینه چور و چپاول برای یک دیگه، این واقعا بسیار به یک افتضاح تبدیل شده و این را به هر رایی که میشه باید به زورگویی و لجاجت و استراب و غالمغال و نمی کنیم و می کنیم و نمی کنیم. من که می بینم یا بعض از اینا را که در موبایل تلویزیون دست خود به طرف مردم میتونیم، ما این کار را قبول نمی کنیم. کی هستی که تو قبول میکنی یا نمیکنی؟ میخوای که از خاطر تو یک باز یک 500,000, 2,000, 10,000 نفر دیگه کشته شوه؟ وای چرا؟ خب میریم به اجمل جان تلفن ببینیم که بیننده ما چی سوال دارن از اجمل جان. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام آقای قاصد، اجمل جان تا برای خط بگیریم. من یقینا فکر میکنم که شاید شما برای اجمل جان کدام شیر فوری یک شیر سروده باشه. نام خدا شما خب بسیار بااستعداد هستین. سوالتان از اجمل جان. بله میگن یه ها سرکش و لالت دارن نازوگو درو در این چمن بچی و میداشیان بندن زجبی دی وقتی که ما ملاحظه میکنیم تمام پلانا و بدبختی افغانستان نیسه ازازاد از درون هر با خواهد نفر و امروز این جنجال های که به این ایدون رقیب انداخته و دسته خود آقای کنزهی توسط اعضای انتخابی انداخته این کاندیدار دوش خوبی کرد، از دوش خوب مردم از دنبال اینا رو من ندیدیم. آقای که یک دقیقه ببخشین قاصد صاحب، قاصد صاحب صبر کنین، اجمل جان پس برای خط هستن. شما اگر سوال دارین از اجمل جان خواهش میکنم. اجمل جان، قاصد صاحب یکی از هموطنهای بسیار بسیار عزیز ما در اروپا هستن، در عین زمان یکی از یک شاعر بسیار شیرین سخن هم هستن، بر تمام هموطنان شعر میگن. آقای قاصد بفرمایین.
من جان سلام و احترامات خدا تقدیم میکنم به دلترین جنیال سرکش و لالت دارن نازو درو در این چمن بچی اونده داشیان بندن. سوال مریض که در این 13 سال تمام بدبختی های ما که بوده در اون هر بوده و امروز آقای کرده خودش همین دستی تنجور کرده توسط کمیسیون انتخابات که ما باید نید و رقیب جنگ بنده ثابت آنه بلاخره این دفعه استر محکمه را این کنه که دعوای شما را استر محکمه فیصله کنه و استر محکمه را خاصه سب خاصه سب خاصه سب همی صوبه دیده میشه که دماغی پلانا از طرف آقای خود کرده هم تشکر خاصه سب گل. منتاد اجمل جان به امی صحبت های شما را یقینا گفتن که اجمل جان شنیدین صحبت های خاصه سب من موافق هستم با این بحث، یعنی گفتیم که سازماندهی از طرف شخص رئیس جمهور است. تمام کاندیدهایی که آمدن و برخی از کاندیدهای حکومتی و خصوص یک بازی بود که نتیجه بازی این شکل باید می شد و بالاخره در نهایت تداوم قدرت رئیس جمهور این بازی همی است و بالاخره بعد از ایک رئیس جمهور به قدرت میمونه مدت 2 سال 1 سال. این فقط احتمالات و تحلیل امشب است. من بر شما میکنم فردا و پس فردا رو نمیخوام. اگر روز افغانستان به بحران میره و خدای نکرده کدام حادثه ختم میشه در افغانستان، او رو من فعلا نمیتونم پیش بینی بشم. من خیلی لازم هم براتون صحبت میکنم، برای اینکه سیاست در افغانستان لحظه به لحظه تغییر میکنه. اگر موافق هستم با او بحثشون برای پیشتر صحبت کرده، اگر در افغانستان یه هرج و مرج بحران بیایه مسئول اصلیش شما فکر میکنید که خارجی هست، کرزه هست یا ایدو کاندید هست؟ کدامش هست؟ رئیس جمهور؟ فقط رئیس جمهور. بدل اینکه خارجی ها را اجازه نداد که در کمیسیون های مستقل حضور داشته باشند، بدل اینکه خارجی ها را اجازه نداد که در امور انتخابات دخیل باشند، سهیم باشند، تسهیل بکنند حکومت، رئیس جمهور ترسید که مبادا جان کری باز پیدا شود و بیاید انتخابات را به گونه‌ای ختم بکند. اما این ترس از جان کری نبود، ترس از این بود که این انتخابات به گونه‌ای برگزار شود که جهان یک کردیت بگیرد. اگر انتقال قدرت سیاسی به گونه‌ای مسالمت‌آمیز ختم می‌شد، تعهدات توکیو، تعهدات شیکاگو و در نهایت توافقنامه امنیتی که حالا به ضرر و سود سرچی کرد، این قرارداد و بالاخره پیمان استراتژیک را که ما با بیشتر از چندین کشور به امضا رسیدیم، اینا عملی میشد. به اون لحاظ این بنبست سیاسی در وضعیت فعلی بس انتخابات نیست، فراتر از انتخابات میریم. قرارداد و توافقنامه ها و پیمان های استراتژیک را که ما با جهان به امضا میرسیم، این به بنبست مواجه میشن. عدم همکاری ها و عدم کمک های جامعه بین الملل ما در قبال خود داریم و در نهایت مردم دوباره پس به یک وضعیت بدتر از سالهای 1370 و 1371 ما به سر خواهند برد. اجمل جان پس یک گزینه بگوین، یک آلترناتیف بگوین که چی است برای حل از این بحران، اما کوتاه که هموطنا رو برای خط بریم، همشون منتظر هستن. سجاد جان بس به اندازه پیچیده بود، بس به اندازه مدیریت شده، سازماندهی شده این پروسه که رای حل که ما پیشنهاد بکنیم همین بود که انتخابات برگزار میشد. این قدرت و این مسالمت، این قدرت انتقال قدرت سیاسی به گونه مسالمت آمیزش صورت میره. غیر از این ما هیچ رای حل دیگه پیشنهاد کرده نمیتونستیم و مدافع هیچ چیز دیگه هم نبودیم. به اون لحاظ است که یگانه راه همین بود، یگانه راه. ولی طرف به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که وضعیت افغانستان را به اینجا رساند. از این به بعد قدر بازی ها پیچیده شده، قدر کارها پیچیده شده که شما یک رای حل بر یک قسمت بر یک گوشه اگر را بکنید، ده ها گوشه دیگر شما نمیتونید مدیریت بکنید. با اون حال تا می لحظه که گفتم صحبت میکنم، یک چیزایی از دست ما رفتن، یک تعهدات را از دست دادیم و یک حامیان خود را از دست دادیم و احتمالا اگر این پروسه به ناکامی مواجه شود، جامعه جهانی در افغانستان شکست خورده، دموکراسی در افغانستان شکست خورده. امروز در ایراد گروهی از تظاهرات کنندگان آمدن، کارتای رئیسیشان حریف کردن، گفتن دیگر انتخابات در افغانستان معنا نمیده. با این واکنش ها برخورد کردیم ما. به اون لحاظ همه به اعتماد میشن. این بحثای مدرن، این بحثایی که در قانون اساسی افغانستان بود، در قانون مدنی افغانستان بود، مثل آزادی هایی که ما ازش بحث میکردیم، مثل این مطبوعاتی که ما ازش بحث میکردیم، مثل سایر دستاوردهای 12 سال 13 سال را که شما در ابتدای ازش یادآوری کردید، اینا با مرور زمان آسیب میبینه. اینا حافظ کار دارن، اینا نیروهایی میبودن که باید محافظت میشدن. در طول 13 سال ما اون نسل نتونستیم شکل بدیم که بتونن با قدرت استاد شان و دفاع بکنن از جهان.
در حالی که خود از اینها جز این بازی ها شدن و خودشان در این بازی ها آسیب دیدن، در حد افگار شدن یا ناتوان ضعیف شدن و او خاطر قدرت استاد شدن و قدرت بلد شدن ضعیف است، وجود نداره. به خاطر بازی فقط در دست رئیس جمهور افغانستان است. رئیس جمهور یک راه حل اگر بخواهد که به عنوان یک شخص مفید در افغانستان واقع شد، میتونستی پروسه را نظارت بکنه چنانچه وعده کرده بود که بی‌طرف است، ولی متاسفانه دیده شد که بی‌طرف نیست. چنانچه گفته شده بود که من این پروسه را به گونه مسالمت‌آمیز به شخص دیگه واگذار خواهد کردم، دیده میشه که ما باید مشکلات روبرو خواهد شدیم. اما فقط در این قرار میگم که تلاش بکنیم دوستان ما که در اروپا هستن، تلاش بکنیم دوستان ما که در امریکا هستن صدایشون را بلند بکنن بالای جامعه جهانی. اینجا صدای ما را جامعه جهانی نمیشنوه، نه سازمان ملل میشنوه، نه اتحادیه اروپا میشنوه، نه سفارت خانه ها میشنوه، هیچ کس نمیشنوه. میگه شما خودتان افغان ها گفته بودین که ما میکارا میکنیم بکنیم. لطفا مشکلتان را حل کنید. کشور در بیرون از کشور هستن، بالای سفارت خانه ها، بالای اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد جمع شدن و بالاخره اعتراض بکنن و بالاخره وضعیت افغانستان رو به تحلیل بگیرن. این بحث ها و این تلویزیون ها و این صحبت های تلفنی و مکالمات تلفنی ما به نتیجه نمیرسه الا اینکه افغان ها در بیرون از کشور فشارشان رو وارد نکنن، مثل مردم ایران که در یک حادثه استاد میشن تظاهرات میکنن و حمایتشان از مردم در داخل ایران اعلام میکنن، مثل مردم پاکستان و سایر کشورهای دیگه که این کارا رو میکنن. افغان ها استاد شون و اینمی لحظه و سر از فردا تصمیم بگیرن یک قطعنامه صادر بکنن، دیدوادهایشان با سفارتخانه آغاز بکنن، دیدوادهایشان با ارتباطاتشان با سفارت افغانستان نزدیک بسازن، بین ترتیب ارتباطاتشان با سفارت کشورهایی که در اونجا حضور دارن. تشکر اجمل جانخان، تشکر. هر دو طرف خواهش میکنم که کوتا بیرین دی عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سجی جان سلام پر محبت بر شما میرسانم. سلام علیکم، چی حال دارین؟ از کجا خود معرفی کنین؟ از کجا زنگ زدین؟ با قاسم ارام هستم، از کالیفرنیا شمالی صحبت میکنم. آقای انان چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. سلام پر محبت هم بر اجمل جان که از داخل وطن جوان بسیار با فهم و با درک هستن. میرسانم با ما صحبت خود از سخن فرانس و ولتر شروع میکنم. در دو دقیقه آخر از مجال چقدر پر محبت صحبت کردن و پر معنی صحبت کردن که باید ملت افغانستان خود شانسته شان. ولی ولتر میگه یک مسئله را گفت، در زمانی که اروپا در آتش خون در میگرفت، ولتر یک رسالت نوشته کرد برای ملت اروپا، نه تنها برای فرانسه، برای ملت اروپا که بعد از جنگ نسل دیگه که بعد از جنگ میه نسل بسیار پاک است، نسل دیگه که در درون خون و آتش بزرگ میشه، نسل پاک و نسل منزه و نسل است که آینده ساز است. من سوالم از مجازی است که به سر اجمل جان پاکستر بود و لیافش آتش، سری که در درون خون و آتش بزرگ شد، به سری که با تمام رگ و پوست و استخوان خود جنگهای افغانستان لمس کرد، امروز چرا این جوانها در پشت کسای استادستن که دیروز قاتل مادر و پدرشان بود؟ امروز اگر ما ببینیم در دو بخش، در بخش اول که دکتر عبدالله خودش یک قاتل از دستش آغشته به خون است، معاونش آغشته به خون است، معاون دومش دستش آغشته به خون است، و این طرف دیگر ببینیم که آقای دوستم، مگر این جوانهای افغانستان چرا باز پس متعصب شدن؟ چرا پس در پشت ملت استادن شدن؟ و چرا عبد یک سازماندهی نکردن کمی ملت خود از اینا رهبری بکنن؟ اینا خو اصلا این دو گروه به نام نورد لاین و ساود لاین ساختن، اینا رو نمیشناختن. مگر دکتر عبدالله دستش آغشته به خون جنگ افشار نیست؟ کمانده افشار خود عبدالله پیشنمی بود. خب سوالتان آقای سوالتان از اجمل جان، سوال معنیست که چرا شما خودتان به پای خود استاده نمیشین؟ یک تشکل نمیسازن همین یک تشکل درست نمیکنین که در پشت این کسایی که قاتل خود شما بوده، قاتل پدر و مادر شما بوده، از ما بوده، یعنی دوست ازر افغان بوده، چرا شما بازم دنبال تشکر. نمیسازین؟ تشکر، زنده باشین. اجمل جان خواهش میکنم بفرمایین. بسیار کوتا وضعیت بگونه است که شما توجه کردین، جوانایی که خصوصا در دهه اخیر
بلند شدن در دوران طالبان کیبل می‌خوردن 11 ساله و 12 ساله شدن 12 ساله بودن یا 20 ساله بودن امروز حداقل 30 ساله 33 ساله یا 35 ساله انسان‌های 35 ساله هستند یک دوره به سر بردن که تحصیل نداشتن برخی از افراد جوان‌ها مصروف تحصیل هستند برخی از افراد جوان‌ها مصروف آوردن نان به خانواده هایشان هستند برخی از جوان‌ها زیر فشارهای روانی قرار دارند حلقه بسیار کوچک سیاست میکنه حلقه بسیار کوچک تعهد به سیاست دارد شما امروز یک حزب سیاسی ندارید به خاطر اینکه 50 سال حتی 60 سال کار سیاسی در افغانستان صدمه دیده به دلیل این موجودیت این تنظیم ها به دلیل موجودیت احزابی که اعتمادشان را از دست دادن امروز کس علاقمند نیست کار سیاسی بکنن امروز بیشتر جوانهایی که در مراکز فرهنگی کار میکنن یا در مراکز مدنی کار میکنن یا در احزاب سیاسی کار میکنن ما در مقیاس نفوذ افغانستان ببینیم خیلی انگوش شمار هستند در مقابل قدرتمندان را میبینیم که از پولهای امریکایی ها امروز میلیاردر شد مگر سوال آقای انان مگر اجمل جان سوال از اینا ای بود که شما جوانایی که من میخوام که یعنی در کل در مجموع وضعیت بگونی است که امروز کسی اون گذشته ها را فراموش نکرده اینو میخوام بگم گذشته ها را فراموش نکرده تمام تلاشی است که در بعد از این وضعیت خراب نشن ما باز نگردیم احساس شدن از این انتخابات حمایت کردن در ترس هستن اگر ما بایکات کنیم اگر استاد شیم خب بر ما قانون اجازه نمیده خود کاندید بکنیم بر ما حزب سیاسی که بتونیم یک اندیشه و یک ایدئولوژی رو داریم مطرح بکنیم توان در وسط جوان ها هستن ولی انا گفتم بنابر دلایل دیگه علاقه من به کار سیاسی نیستن به او خاطر جنبندی در افغانستان نیست که انتخابات بگذرانیم این انتخابات صورت بگیره در غیر از او وضعیت به بحران میره اما فعلا گذشته ها را به شکل یعنی به شکل غیر قراردادیش فراموش کردن این وضعیت گذار است این وضعیت را بگذرانیم بعد باز ما وارد عرصه حسابگیری و حسابدهی و تشکر اجمل جان این وضعیت بگونید که جوان ها هستن کار میکنن اما وضعیت بگونید که هنوز هم باید کار کرد تشکر باید احتمالا وضعیت تغییر بکنم تشکر اجمل جان بیننده عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سجی جان خوارکان سلام و احترامات خدمت به شما و به میمان گرامیتان تقدیم میکنم سلام آرون جان چیل دارین خوب هستین خوارکان در میمان شما را که نام گرفتین در شروع پروگرام یک آقای سیاسی و یک جوان نازنین افغان ما را معرفی کردین امید ما به می بود که آقای سیاسی تن یک دقیقه آرون جان صبر کنین اجمل جان در دمی بکراند شما یک صدای یک خانم میای یک غالمغال میای یک دروازه را بسته کنین صدا نبیای اجمل جان میبخشین بفرمایین آرون جان گفتین که آقای اجمل جان ما با امید از امی بودیم که آینده و امید افغانستان ما به دست همی جوان ها هستن و به شکل یک بی‌طرف قضاوت بسیار عادلانه برای ما میکنن که ما بفهمیم که یعنی شرایط افغانستان فعلا چی است اما دوست ما دو وانمود شد برای ما که فقط یک طرف گرفتن طرف یعنی طرف در طرف دارم یک گروه بودن و گروهی که انتظار از این نکد که تا همی نتایج نهایی نتایج نسبی اعلان شوه و بعد از او شکایت نظر به شکایات با که رسیده فعلا اصلا 68% شکایات بر ضد آقای عبدالله است انتظار از این نکشیدن و پیش از پیش اعلان کردن و جوانان که طرفدارای عبدالله هستند همیشه به گپ از زور میزنن و دشنام دادن شروع میکنن چرا دلیل از این چی است چرا انتظار نکشیدن که تا نتایج نسبی اعلان شود خب امو آرون جان امو امرخیل که پلیس امو قماندان امنیه که استاد کرد و دید که یک سلسله دمو اسناد در مابین از امو بس است بدون از اینکه امو را تحقیقات کنن و عکس بگیرن و باز کنن این کنن آن کنن فقط هم اگر ساختن در حال که تناخ اشرف غنی احمدزی تیمش که تقلب نکرده دکتر عبدالله تقلب کرده تقلب از اونا به حساب نمیشاله اما اجمل جان شما شنیدین آرون جان که گفتن شما طرفداری از دکتر عبدالله رو به نفع دکتر عبدالله صحبت میکنین تشکر جان تشکر من پیشتر صحبت کردم که ما از دو طرف در بخوردیم
ما به خود دکتر سبش فرغنی گفتم در یک صحبت کمبرش داشتم برش گفتم زمانی که شما سال 2001 به افغانستان آمدین و یاد یک گروپ یک هیئت کلان روشن فکر و با دانش در افغانستان آمدین، مردم افغانستان تحلیل کردین که در چه وضعیت به سر میبره. شما وقتی که طالبان را با سی حرکت برخورد کردین، یک جوان ها رفتن دیششان را تراش کردن، پدلون پوشیدن، جوان ها و بعد ها رفتن موزیک موندن، رقصیدن، شادی کردن و خوشی کردن، خانم ها چادریشان را پس کردن، مکتب نبود، مرکز فرهنگی نبود، دانشگاه یا پهنتون نبود، کلینیک نبود، جامعه مریض بود، جامعه افسرده بود، جامعه نیاز به یک مرهم گذار داشت. دفتن آمدیم با واژه های جدید، با ادبیات جدید، نفهمیدیم که مردم در چه وضعیت به سر میبره. یک دفعه بحث مطرح کردیم، آزادی بیان، دموکراسی، نمیفهم قانون مداری، حکومت داری خوب، تعهدات بین المللی، همه موارد آوردیم داخل افغانستان ساختیم، جامعه را سیروم به حد بالایی مریضا زیاد ساختیم که جامعه به شوک رفت. اندیشه های مختلف، نظریات مختلف، صحبت هایی که در رسانه ها صورت گرفت، جامعه به شوک رفت. ما کسایی هستیم که از هر طرف ضربه خوردیم. این به این معنا نیست اگر من امروز طرف می بودم، خب طبیعی بود یک مقام خوب می داشتم، یک خانه خوب می داشتم، یک زندگی بهتر می داشتم. زندگی ما در سطح متوسط است. من در جانب دورانی اگر زمان می تانستم کرده که بر من یک آرگاه و بارگاه خوب بر من داده می شود. من درد دل او جوان هستم، درد دل او فرد هستم که جنگای داخلی را دیده، حس کرده، لمس کرده، خانهش راکت خورده، پیشگویش پارچه های گوشت افتاده، لحظه به لحظه وسایل بازیش، وسایل بازیش، وسایل تخریباتی بود. ما با این سرگلوله ها بازی میکردیم، ما با این پتاکی ها بازی میکردیم، بازی ما این بود. ما بازی های کودکانه که در دوران شما بزرگا بود رو از ما گرفتن، نبود. بعضی از که سر افغانستان فکر بکنیم، افغانستان در این وضعیت اگر شما هر قدر به گذشته بپیچین آینده از دست ما میره. این وضعیت همه به این تمکین کردن، همه به این آماده شدن. خدا کنه دکتر صاحب اشرف غنی شود. اگر کسای کلافمند هستن فکر میکنم از دکتر صاحب عبدالله حمایت میکنم، خدا کنه دکتر صاحب اشرف غنی شود. خدا کنه یک فرد دیگه در یک حیطه دیگه پیدا شود که بیاد در این وضعیت کردوی از این نشه یا که رئیس جمهور کرده نشه، یک فرد دیگه بیاد. اما بعضی است که مردم افغانستان خسته شدن. این تحلیل ها و این دیده که در یک صحبت تلفنی اگر شما مرا قضاوت میکنین و مرا اندرس میکنین که این جانب دارانه صحبت میکنه، در یک دقیقه شناخت میخواید خوب تانستین مرا بشناسین، فکر بکنم این شناخت خوب صورت نگرفته، بلکه از اقل با ما اگر زندگی بکنین بعد میشناسین که ما کی هستم. بحث ما ایست که افغانستان میره به بحران، افغانستان میره به طرف جنگ داخلی. مهمی است که چگونه بتانیم این پروسه را موفق بسازیم. حالا بین امین دو نفر است، دکتر صاحب عبدالله بله در تیمش تقلب صورت گرفته، بله به طرف دکتر صاحب اشرف غنی تقلب صورت گرفته، رئیس جمهور مداخله کرده در امور، انتخابات به بنبست مواجه شده، دوباره پس ما میریم به وضعیت بحرانی. اما حرف ما این زمانی که ما میریم واقعیتا را بعد چه مطرح میکنیم، وقتی که میریم که وضعیت افغانستان، مردم افغانستان 12 سال با مجموعه از لباس هاش ما مواجه شدیم، ساختمان هایی به وجود آمد، این وضعیت در کجای شهر، کجای اروپا بود که شما رفتین دیدید، در کجای امریکا از شما میرین میبینید. امروز در داخل افغانستان کسی احساس تعلق به وطن نداره. You have 1 minute remaining. امریکا هستن امریکا را دوست دارن، از اونهایی که در امریکا هستن خود امریکایی احساس میکنن قانون بالایشون تدبیر میشه و قانون به نفعشان است. در داخل افغانستان افراد هستن که احساس نمیکنن که این وطن از ایشان است. اجمل جان گل، احساس نمیکنن که این وطن. اجمل جان تلفن تا قطع، تلفن تا قطع میشه، پس زنگ میزنیم. بسیار متاسف هستم که تلفنای ما امروز یک پرابلم پیدا کرده. اجمل جان بسیار مقبول صحبت کردین، ما بسیار متاسف هستم که ما از شما میشنم که میگین امرای دود و باروت و نمیفهم بم و اینا بازی چیتان بود. واقعیت همی بود، واقعیت است. بله ما حساب میکردیم، ما میرفتیم در سن خورد، بر ما وظیفه داده میشد که ثواب میکنین شما برین پارچه های گوشت جمع کنین در یک جای، در یک چطوری منداختیم یا در یک جای دفن میکردیم. این گونه ما کلان شدیم، این گونه ما بزرگ شدیم. این صحبت هایی که دوستان ما که در اروپا میبینن افغانستان را، دوستان ما که از امریکا افغانستان را میبینن. نیلوفر جان، اجمل جان بگی همین صحبتش که گوشتا را جمع میکردیم که بریم یک جای دفن کنیم، سعدیش ببینین که ما چی یک مملکت هستیم. اجمل جان کس طرفدار، یعنی در تیم چی بود؟ زلمه رسول بود.
اما ای که زلمه رسول با دکتر عبدالله یک جای شده، من فکر نمیکنم طرفدارای از اونام یک جای شود. شما صحبت های اجمل جان گوش کردین، اجمل جان من فکر نمیکنم که طرفدار کسایی که در افغانستان جنایت کردن باشه. اینا طرفدار آوردن یک نظام سالم هستن، میترسن که باز خودشان که امروز به سن 35 و 36 و 40 رسیدن، اول اولادشان این مناسبی به بدبختی را احساس میکنن، سبا اولادشان گوشتای مرده را جمع نکنن. اجمل جان با گوشتان باشه که من یک بیننده دیگر برای خط بیارم. بیننده عزیز، اسم نیلوفر جان، امین نمبر استیدیو رو برای صفحه تلویزیون بان اگر هموطنهای ما سپانسر کنیم، برزی که وقت من ببینم که وقت به تمامیست. نمبر استیدیو رو نه 825. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میبخشین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام خوارم میربان و برادر محترم اجمل جان عزیز، نو از ترکیه صحبت میکنم. بفرمایین عزیز جان، از ترکیه زنگ زدین، خوش آمدین، بفرمایین. سلامت باشین. چطور امکان داره که دو تیم تقلبکار در صورت پیروزی یکشان یک حکومت سالم در آینده برای مردم بار بیارن؟ در صورتی که دو تیم با مافیا مختلف عقد قرارداد کردن، پس معلوم میشه که دو تیم حکومت آینده برای چند نفر خاص است، نه برای تمام مردم افغانستان. و حکومت فعلی هم یکی از دیگر حکومت های قبلی که تقلبکار میباشه، چطور مردم میتونه از این بحران بیرون شود؟ تشکر، لطف کردین. اجمل جان، بس من یه 5 میلیون نفر در افغانستان فعال است، بله، میرن رای میتن، با 16 میلیون واجد شرایط نیستن تصمیم میگیرن و با یک تعداد دیگه که یک چند میلیون دیگه که باقی میمونه برای اینا تصمیم میگیرن. مردم افغانستان خودشان علاقه من نیستن که به این پروسه دخیل باشن، به دلیل که منی صحبت که دوستا دارن، اگر اینا هم در افغانستان می بودن جز همی افراد بودن و یک افراد دیگه پیدا میشه که در این پروسه دخیل شده و سن بگیرد. بعضی هست که بین دو تا انتخاب دارین، شما بر شما دو تا انتخاب ماندن، انتخاب سوم نیست، انتخاب چهارم نیست، انتخاب دیگه تان جنگ است، انتخاب دیگه تان بحران است، انتخابات دیگه تان دوباره پس تنبیل کابل از طریق چاراسیاس. یادتان از در جنگ‌های داخلی کابل از طریق چاراسیاس تنبیل میشد؟ در جنگ‌های داخلی چاراسیا اگر گلبودین موقع میداد نان کابل هم میداد، اگر نمیداد قتلش میکرد، نه تیلش هم میداد، نه نانش هم میداد، نه آبش هم میداد، نه آوش هم میداد. و دیگر دوستایی که در درگیر جنگ بودن یا برادرانی که هر کسی که شما میگین در درگیر جنگ بودن، این وضعیت بود در کابل. دو تا انتخاب دارین، شما باشین در اول در کابل، بعد باز میان از دل مردم افغانستان و از دل کسانی که به پروسه کار میکنن، این جوانایی که شما زیاد میکنین، این نسل که زیاد میکنه قربانی است، به میدلیل است که کلگی بدی شک به طرفشان میبینه، به میدلیل است که کلگی سرشان به اعتماد است که گویا از یک جریان حمایت میکنن. نه خیر، درست نیست. ما از دموکراسی حمایت میکنیم، میخوایم که دموکراسی نهادی نشه، این بار با جنایتکار، این بار با یک متقلب، این بار با یک خائن. ولی باید رفتیم داره، یک دور پیشتر با کی رفتیم؟ دور پیشتر هم با می افراد رفتیم، مگر جز از اینا بودن فرشته ها آمدن افغانستان مدیریت کردن؟ کیها بودن؟ خب همی افراد بودن. با اون لحاظ بحث افغانستان واقعیت ها این است، بتونید که صحبت شود دو تا انتخاب دارین شما، در بین دو تا انتخاب، انتخاب سوم نیست، انتخاب سومتان بحران است، جنگ است. بر تشکر اجمل جان، بسیار مقبول گرزدی، راست میگی، دل آدم واقعا دل من بسیار داغ میشه بر مردم افغانستان، بر شما جوانا. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم. من یک نکته دیگر اجازه بدین سر جان، شهروندان ما در امریکا، شهروندان ما در اروپا، در امریکا استاد نشدن که بالای سفارت فشار وارد بکنن بر ما صندوق بانین که ما رای بدیم. این نباید از افغانای ما شکایت بکنم، چرا در این پروسس هم نگرفتین؟ اینجا سفارت امریکا انتخابات میکنن، امریکا میرن در صندوق رای میتن بر یکی از نامزدها، اروپا انتخابات میکنن، صندوق میمونن در سفارت خانه میرن رای میتن، چرا شما فشار نوردین که برین رای بتین و کاندید مورد نظرتون حمایت بکنید؟ خب اولا این قضاوت به خود دیده شوه. خب یک پروسه که شما راجع به رای دادن و در سفارت و اینا، یه خب بسیار زیاد مشکل بودی، بسیار مصارف کار داشت در عین زمان، در عین زمان مردم که خارج جان، اما مردم هم که در مابین خارج هستن به هیچ علاقمندی بر از دو کاندید هم ندارن. بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایید. بله سلام خدمت شما و احترامات تقدیم میکنم خدمت
اجمل جان. تحلیلگر بسیار محترم آقای اجمل بلوچزاده. بله. ما واقعا ازش تشکر میکنم، واقعا منصفانه قضاوت میکنه، داوریش واقعا به حق است. و ما از این دوستایی که مثل ما در امریکا و اروپا زندگی میکنیم، واقعا فقط نان میخوریم، دلار جمع میکنیم، کوچکترین تعهدی به او کشور نداریم. وقتی که یک جوان میآید با تمام قربانی صحبت میکنه، این دوستای ما با این سنین بلند و کم خود میان، با جای اینکه دوست عزیز ما را تشویق بکنن، اینا متهم میکنن که تو و این یا آن. ما تا جایی که به عنوان یک فردی بی‌طرف صحبت آقای بلوچزاده را در مجموع رسانه میشنوم، یک جوان مستعد، بی‌طرف و غیر وابسته است. واقعا تحلیلش بجا هست. ما به عنوان یک فرد از افغانستان که در این غرب زندگی میکنم، ما با آقای بلوچزاده میگم، آقای بلوچزاده هیچ گونه سرمایه سر افغانای بیرون از کشور باز نکنید. اینا به جز دلار و شکمشان به هیچ چیزی نمیاندیشند، به جز مسائل قومی زبانی مطرح میگن. خب بیننده عزیز، شما دیگه افغانای ما بیچاره‌ای که در خارج هستیم میرقمی سر ما تاخت تاز نکنین. افغانای خارج هم حق دارن که نظر خود بگوین. شما کسی هستین که علنا جانبداری میگین از اشرف غنی؟ نه من نمیکنم، من هیچ نمیکنم. امیل شما سر ما تهمت میکنین، بیننده عزیز سر ما تهمت نکنین. من هیچ از هیچ کس اشرف غنی مطرح کردین. شما ما 10 سال برنامه شما را میشنوم، شما در کنار همیشه در کنار افراد هستی که مزدور غلط. دروغ دروغ بیننده عزیز، کاملا یک آدم دروغگوی هستی. هیچ وقت ما طرفدار اشرف غنی احمد زی نبودیم. ما یک آدم بسیار در این مسائل انتخابات بی‌طرف هستم. من به فکر مملکت مردم هستم. اما این که شما که من دروغ میگین دیگه، من متاسف هستم که این صحبتام برتان میکنم. و خوشحال شدم که اجمل جان واقعا بسیار زیاد تعریف کردین. اجمل جان لیاقت همقدر تعریف شما را داشت. اما امیدوار هستم که شما تر یکی از طرفدارای محقق نباشین که همچی صحبت را کردین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. اجمل جان میبخشین که من را وقتی یک نفر شما را متهم ساختن که طرفدار هستین. من نیستم طرفدار هیچ کس. ساجه جان یک نکته دیگه است که اینمی لحظه خدا شاهد است، هر شب 3 بجه شب 3:30 بجه شب من خانه میرم. اینمی لحظه 12 بجه شب است، من در بیرون هستم، در دفتر میباشم یا در جمع دوستا. اینمی جلسه است، شیشتن است، نشست است، صحبت است، گپ زدن است. اینمی لحظه 10:45 مونده، من برای یک جمع از دوستا بودم، آمدم اینجا در دوباره پس با دفتر کارم آمدم که برای شما من صحبه بکنم. خانه نرفتیم توانه. هستن گروه هایی که تا 3 بجه شب در رابطه با افغانستان فکر میکنن، هستن جوان هایی که میشنن کار میکنن، صحبت میکنن، گپ میزنن. همو کسایی که اعتراض کردن، همو کسایی که در خیمه ها برآمدن، اینه می لحظه بیدار هستن. اینا دموکراسی میهن. همی جوان هایی که بله در گروپ شن هست سلا گرفتن، در گروپ شن گرفتن شهار شکستندن، رفتن دکان ها را. میشه بر مجمل جان بگوین که شما کمی دموکراسی میخواین، دموکراسی میخواین، دموکراسی منظورتون چی است؟ که خب یک آدم میایه، مثلا به طور مثال فکر کنیم دکتر اشرف غنی احمدزه یا دکتر عبدالله، هر کدامش که به یک نتیجه رسیدن، بیاین چی تفاوت میکنه با کرزی؟ چی کاری را کرزی در 12 سال کرد که یادم کرده میتنه؟ امیر میشه بر ما یک ذره تشریح کنین که همگی استاد میشن دموکراسی میگن؟ این امیر اگر بر ما بگوین خوشحال میشم. من میخوام بگم که بله، در یک جامعه که بعد از قدر سرکوب، بعد از قدر اختناق، بعد از قدر جنگ، حداقل شما 5 میلیون نفر یا 5.5 میلیون نفر یا 7 میلیون نفر آماده دارین که بمی انتخابات برن، رئیس جمهورشان انتخاب بکنن، پای صندوق رای برن، در تبصره ها براین، نشست داشته باشن، از مردم سالاری حمایت بکنن، از یک فرد صحبت بکنن که پابند به قانون باشه. این دموکراسی مردم سالاری که شما در غرب واژه شبکار میبرن یا در ادبیات سیاسی میخوانیم، به اون معنا در افغانستان نیست. به اون معنایی که ما در تیوری ها خواندیم در مضامین مختلف و بحث‌های جدی که در رابطه با دموکراسی هست و اینکه دموکراسی مفیدیت‌های چیست و اضرارش چی است. خب در افغانستان یک واژه هست، همه فکر میکنن که دموکراسی یعنی اینمی آزادی بیان، همه فکر میکنن اینمی انتخابات، اینمی قانون، اینمی زنی که کار میکنه، اینمی طفلی که میره به مکتب، همی دختری که به مکتب میره، همی کسی که حق داره موزیک بشنوه، همی کسی که حق داره زنده باشه، همی کسی که اینا نام شده دموکراسی میمونن. و در نهایت آمدن در مقابل مقایسه میشه با گروه طالبان که طالبانی که افغانستان به وحشت بردن. اما با او ادبیاتی که در غرب مطرح است، با او ادبیاتی که در امریکا مطرح است، متاسفانه در افغانستان نمیتونیم. باید آنچه که ما خواندیم
متاسفانه نمیتونیم از دموکراسی با واژه های دقیق کلمه یاد بکنیم. تشکر ادمان جان خان. همین دو. تشکر. نیلوفر جان چقدر وقت داریم؟ اجمل جان ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم. بیننده‌ی عزیز اگر علاقه‌مندی داشته باشین که اجمل جان زیاتر زحمت بتیم از کابل بری خط هستن، نمبر تلفن 825-7400 اون نمبر اگر علاقه‌مندی داشته باشین که یک نیم ساعت دیگر اسپانسر کنین. کارت هم کار داریم. اجمل جان قند ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم. ما بسیار صحبتایتان واقعا مخوام روی شما آشنایی دارم به می سالایی که برنامه را میبینم بسیار زیاد ارج میگذارم به شما جوانای فهمیده. ما بسیار کاش که شما جوانا یک تشکل می ساختین، یعنی به یک گل شما یا مثلا سیاوش یا بشر دوست یک به یک گل باغ نمیشه. همه گینیم شما که به می طرز تفکری که هستین که در افغانستان یک بحران نبیاید، یک آرامی بیاید، طالب نبیاید. شما باید یک جای شوین و این زمیال که میال وقت دارین. ما یک بیننده دیگرم برای خط میارم. اگر کارت پیدا کردیم و اسپانسر پیدا کردیم ادامه میتیم. در غیر از اون مجبور میشم امرای شما خداحافظی کنم. بیننده عزیز برای خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. یک دنیا تشکر. تلویزیونتان پخش کنین خواهش میکنم. صدایتان میشنم، تلویزیونتان خاموش بسازین. بعد از خیلی وقت و البته خوب تشکر از خودت و عزیز شجاعت واسه افتخار کل وطن هستی. خواهش میکنم. واقعا تشکر از توی هم سه جوانی را از او وطن بزرگی خودت بعد از خیلی راه های دور وصل ساختی. قابل قدر است. چنان فقط ما تشکری دوباره را مجدد. خدا کنه که همین گپایی که پیتر برادر گفت در امور زندگی کلن بهترف باشن. چنان شرایط شده که طفل کرد افغانستان هم بفرمودی هم بخاطر سیاست مدارد. هیچ کسی نمیتونه طرف شده بتونه. هر وقت بگویم نه فلانی طرف از دروغ گفتن، فلانی هر کسی وقتی حقیقت گفت، بنان خواهش میکنم مثل که زمان سابق بود مور پرچم و خلق و مجاهد و فلان فلان نزنیم. بنان بپذیریم یک حقیقت. واقعا من شما تشکر میکنم و از این برادر که از مجبال از اجمل جان تشکری کرد. حقیقتا ما امیدوار هستم که شما طرفدار نباشید، چون تلویزیون شما شجاعت شما بر همه مردم معلوم است. امیدوار هستم که اگه دکتر سید اشرف غنی میباشه یا دکتر سید عبدالله میباشه، هر دوش بزرگوار وطن هستن، کوشش کنید که ما به جنگ های واقعا کانمون سوزی که ما یادمانو میرد یا بخصوص کوچاندن مردم شمالیه که به طرف پنشیر و مردایش به زندان پل چرخی و زنایش رفته به سفارت شوروی سالها تیر کردن. امیدوار هستم که پس به اون وضعیت خیانتی که در جنگ افشار یا غیر از او شد، خواهش میکنم شما بزرگوارایی که در امریکا یا در اروپا هستید، دامن جنگ و خشونت در وطن. تشکر برادر عزیز گل من، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین. از تلفن تان یک عالم سپاسگزار هستم. اجمل جان گل شنیدین را بیننده ما بیننده ببخشین ببخشین بیننده گل که زنگ زدین، من نمبر استودیو که شاید اسپانسر کنین نیلوفر جان بر یک دقیقه از اتاق کنترل برامده یک دقیقه بعد زنگ بزنین. اجمل جان بفرمایید. من یک نکته یک قسمت سوالتان پاسخ نگرفت که گفتین اگر از دو تا یکی برنده شد چی میشه؟ هیچ چیز نمیشه. بدلیل اینکه ستون فقرات حکومت افغانستان را فساد شکل داده. ما همیشه در صحبت‌های میگم فساد شما از افغانستان بکشین، یعنی حکومت سقوط میکنه. مبارزه با فساد یک آدم در پمیر پول میته، 20 روپه پول میته، یا ترافیکه یا یک مامور یک کارمند یک نهاد دیگه در امریکا میگه 1 میلیارد دلار پول میپردازه میگه فساد از بین ببره. یعنی 10 افغانی یا 20 افغانی که ما یک اداره را فاسد میسازیم میلیاردها دلار برش پول داده میشه که بر خاطر فساد مبارزه بکنیم. یقینا فساد از حکومت استیلیده شکل داده، قاچاق مواد مخدر، از طرف دیگه هم این تعصبات قومی و این تعصبات زبانی و سمتی است که این حکومت به این شکل تا اینجا آمده. شما بکشین اینا را دی شکم پاکترش بسازین، مشکل است که حکومت حفظ شده. یک نسل دیگر اگر شما بیش توقع دارین که بیاین تشکر. از نسل جنایتکار، از نسل فاسد، از نسل قاچاقبر به یک نسل نو، این گذار شکل خواهد گرفت ولی زمان کار داره. همه کار میکنن دامی که این وضعیت تغییر بکنه. تشکر اجمل جان گل. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. من میبینم که در اتاق کنترل زنگ میزنه من تا نیلوفر جان به اتاق کنترل نیستن. بفرمایید بیننده عزیز برای خط هستین. بله سلام علیکم ساجد جان. سلام برادر عزیز. بله
من نعیم هستم، از لندن گپ میزنم. آدم بسیار خوب، جوان و فکر میکنم به طرفانه، چون قوانین میفهمه، یعنی قانون افغانستان میفهمه و میفهمه که کمیسیون انتخابات چه رقم بی‌طرف باشه. وقتی که یک وقت ششتن ای آقای لودین با این رئیس کمیسیون نو انتخابات گفت که چرا مردم که صد هزار رای پورا نکردن چرا اونا را کاندید قبول کردی؟ گفت والا به منافع ملت بود، قانون زیر پای گذاشتی. حالا ببینن سلطان زویسه 100 هزار نفر برده یا 99 هزار، در حال که حقیقتا میبینی که 16 هزار برش رای آمده. اینجا یعنی انتخابات صحیح که انتخابات باشه، مگر با تقلب که ده که درست نیست که اگر از اشرف غنی بیاید از دکتر عبدالله بیاید و دیگه معاونای از اینا رو ببینین، اینا هیچ وقت مصدر خدمت شده نمیتونن. او غیر قانونی است. یعنی در او هفته براتون گفتم که او دیکتاتوری که به نام دموکراسی میآید. نعیم جان ببخشید، نعیم جان وقت ما خلاص شده. نعیم جان بسیار میبخشید وقت ما، و اجمل جان بسیار معذرت که وقت ما آیستا آیستا تمام میشه. ما کارت هم نداریم، اسپانسر هم نداریم، اما یک مسئله خدمت نعیم جان عرض کنم. تا زمانی که موضوع تنها آقای سلطان زوی تنها در انتخابات بودن، شما بسیار زیاد تعریف شانه میکردین، در برنامه ها زنگ میزدین. حال که با آقای اشرف غنی یک جای شده، حال آمدین این صحبت کردین، این رقمی باید از یک شاخ به دیگه شاخ نپریم، ما هر روز یک آدم متفاوت نشیم، هر روز یک نظریه مخصوص نداشته باشیم. اما یک طرز تفکر که داریم به مو گفتی امریکایی همت پابند استک باشیم. اجمل جان گل بسیار زیاد خوشحال شدم که شما را برای خط دارستم، بینده های شما اذیت نشده باشه، بسیار مقبول صحبت کردین. و اگر کس آزرده شده باشه مرا به بزرگواریشون ببخشن. تشکر از شما. اجمل جان شما چیزی نگفتین که معذرت بخواین، شما واقعیت های افغانستان گفتین. واقعا ما بسیار افتخار میکنم سر شما افغانا که بسیار با صدای بلند در مسائل افغانستان صحبت میکنین. و یک چیزی که امروز صحبت شما سر ما بسیار تاثیر کرد که گفتین جنایتکار و خائن و وطن فروش نداره، ما چی دیگه نداریم، انتخاب سیوم نداریم. انتخاب سیوم باید داشته باشیم، چرا یک حکومت موقت ساخته نمیشه از بین اشخاص بسیار وطن پرست؟ یکی از او جمله خودت هستی. چرا یک حکومت موقت ساخته نمیشه که نه کرزی باشه، نه عبدالله باشه، نه اشرف غنی باشه؟ این همی سوال مرام جواب بگوین، باز اگر بفرمایید. ایره قدرت در افغانستان بگونی است که این حکومت موقت اگر شکل بگیره که ما طرفدارش نیستیم، همین پروسه ها باید اصلاح شه و پیش بریم. ما دوباره پس اگر میگین حکومت موقت شکل بگیره رفتیم به سال 2001. چرا این کار را انجام بدیم؟ به اون لحاظ ما 13 سال پیش آمدیم، حکومت موقت به ضرر ماست، دوباره پس یکی از یادم خواهد آمد که بازم حکومت موقت نقد میکنیم. ما بهتر از اینها مجال ندارن. به دلیل که وضعیت افغانستان بنابر فساد و گپای دیگه که بیشتر من بهتون اشاره کردم اجازه نمیتن. قدرتمندا باید باشن، این قدرتمند باید سلاح داشته باشه، این قدرتمند باید پول داشته باشه، این قدرتمند باید شرکت پیل داشته باشه، این قدرتمند باید بانک‌ها در دسترسش باشه که باز بتونه این کار بکنه. اون هاست ما عقیدت داریم به سال 2001. ما 2001 نمیخواهیم، انتخابات باید برگزار شود و بالاخره بریم به پیش. در غیر از او حکومت موقت در یک ایست داریم دوباره پس بعد از 5 باز 13 سال تمرین بکنیم، باز انتخابات ما نتیجه نمیده، باز موقت. میخوام کار داره که یک دفعه یک چیز کار نمیکنه، به دفعه به دور دوم کار میکنه، به دور اولی که در سال دو امی کرزک آمد امی خلیز خواهد شد. بله، حالا یک کار خواهد شد که احتمالا وقتی که انتخابات به بنبست بره رئیس جمهور افغانستان به یک مدت باقی میمونه، ولی تضمین میکنه که این بار انتخابات دور دو رو برگزار بکنه. ولی انتخابات دور دو باز هم بین دکتر شب عبدالله و دکتر شب اشرف غنی برگزار خواهد شد. یگانه راه همین خواهد بود بر یک سال دو سال دیگه بعد از این یک احتمال است و شاید همین تا یک وضعیت پیش بیره. خب ببینیم، گفته شما هر روز اوضاع در افغانستان تغییر میکنه، ببینیم که موضوع افغانستان چطور میشه. اما بازم یک دنیا سپاسگزارتان اجمل جان گل. حکومت موقت یک سناریوی است که سرش کار میشه. ما مخالفش هستیم ولی شاید شکل میشه. اوکی اجمل جان، ختم میشین. یک دنیا سپاس از شما، بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین، تشکر، زنده باشین، مهربان هستین. یک دنیا تشکر میکنم از پیشتان. خب بیننده عزیز، اجمل جان من بسیار زیاد
صحبتاشون در بعض میزای مدور میشنم. بسیار یک جوان فعال، یک آقای امور سیاسی از جامعه مدنی و همچنان یکی از اعضای هماهنگی عدالت انتقالی، جوان بسیار بسیار فهمیده. بسیار دوست دارم که جوانان را از داخل افغانستان بیارم بر روی خط که اینا نظریات خود بگوین، صحبتایشان که من شنیدم که در مسئله که ما شما در اینجا آرام آسوده داشتیم، این صحبتایشان یقینا واضح نمایاندار یک چیز حقیقت است. منتها یک چیز ما بگویم که در فیسبوک ما بعضی از طرفدارای دکتر عبدالله را میبینم که اینا با کلاشینکوفا به دستشان و از جوی و قوره و تلتشان خشونت و جنگ میبارم. افغانستان فکر میکنم باید از جنگ خسته شده باشین، یک طرف خودتان حال جنگ میارین، از طرف دیگر ای طالبا هر روز با مقابلتان جنگ میکنه. یک ذره دیگه من نمیفهم که شما مردم نیستین که با آرامی زندگی کنین، با امنیت زندگی کنین. این حرج و مرج و این جنجال های انتخاباتی و نمیفهمم این و آن، با خدا اصلا در هر در این فیسبوک من میبینم اصلا ایران میمون، ما چی رقم مردم هستیم؟ واقعا چی رقم مردم هستیم؟ همین یک بیننده کمیال برای خط تلفن آمد و ما رو گفت که تو طرفداری از اشرف غنی احمدزی میکنی، چی یک دروغ گفت. خب ببینین ما اینو تو بد چشم یک آدم در مقابل هزارها نفر که برنامه رو سعی میکنه ما داخل میشیم. ما بیننده عزیز همیشه گفتیم اشرف غنی احمدزی یک آسکالر است، اشرف غنی احمدزی یک آدم تعلیم یافته است، اشرف غنی احمدزی در این دنیا تربیه شده، تربیهش با کسایی که جنگ میکنن تفنگ میگیرن شاید فرق داشته باشه. در انتخابات اول که وقت او تیمام تقلب کرد، این تیمام تقلب کرد، اشرف غنی احمدزی این چوب بود، هیچ نگفت که ما قبول نداریم، گفت والا به دور دوم بریم بهتر است، به خاطر که 50 جمع یکه دکتر عبدالله قبول نکرده. دکتر اشرف غنی احمدزی در بانک جهانی کار کرده که یک بیننده با مسیج من والا بانک جهانی رفتن و کار مشکل نیست، تو چی خبر داری بیننده عزیز که در بانک جهانی رفتن تو باید چی باشی که در بانک جهانی بری؟ اگر تشنابای بانک جهانی رو یک نفر برای پاک کنه او را شاید که با آسانی داخل شوه. دست اشرف غنی احمدزی به خون مردم افغانستان آلوده نیست. ما همیشه حقیقت گفتیم، سر حقیقت استاد میشم. ای که معاونش یک آدم جنایتکار است، مثلا هم درد جنایتکار است، یا بسیاری اشخاص افرادی که شما میشناسین، در این مسئله من نگفتیم والا اشرف غنی احمدزی باید رئیس جمهور افغانستان شوه، شما اشرف غنی احمدزی برش رای بتین. شکرین که این رقم سر ما تومتا نکنین، باز من تعمل تومت کردن ندارم، اما با امید از این که این جنجال ها رفع شوه، با امید از این که این بحران ها رفع شوه، با امید از این که یک افغانستان ببینیم که آرام و آسوده باشه، با امید از این که از یک طرف طالب بود حال از یک طرف اینا شروع کردن، طالب و اینا و طالبان دیگه منتظر هستن، همینطور مثل گرگا منتظر تان هستن که چی میکنین، چی رقم هرج و مرج مندازین، مثل که در سالهای 92 در داخل افغانستان رفتین و هرج و مرج انداختین و طالب آمد، باشین که چی رقم طالبا باز شما را با اینمی کارایتان، با اینمی اشرف غنی احمدزی، با اینمی دکتر عبدالله و با اینمی کرزی، اینمی طالبا اگر شما را ندواند یک روز هرچی بگین بگین به خاطر خودتان، چیزی که بگه کمون که از ماست که بر ماست. به هر صورت هر چیز به بسیار آرامی فیصله میشه، هر چیز به بسیار خوبی فیصله میشه، کس را اختار حق نداره بتا قانونی هر رایی را که آدم باشه دکتر عبدالله میتونه برای بکنه، اما حق اختار دادن و تعدید کردن و لجبازی و مردم جوانا را در مابین افغانستان خیستاندن و از احساسات جوانا سوی استفاده کردن و مردم تحریک کردن یک کار درست نیست. روزی که افغانستان با بحران مواجه شد همگی تان پاسپورت هایتان گرفته از افغانستان مبراین، یکی تان دبی میرین، محقق در ایران میره، نمیفهم دوستم ترکیه میره، اما کی میمانه؟ اینمی اجمل میمانه در مابین افغانستان، مثل اینمی اجمل بازارها اجمل میمانه، کسافت دیگه بس است. Too much کردین، Too much گفته امریکایی ببخشین، بسیار زیاد کسافت کردین،
اولادایتان امروز در مابین مظاهره نیست، اولادایتان تمامش در مابین خارج. و پیش ازی که ما برم سر یک مسئله دیگه، نیلوفر جان تایم نداریم. خب بیننده عزیز تایم خلاص شد، ما یک مسئله دیگه هم بود که امروز هم وطنها صبح زنگ زدن که ما باید راجع به او تبصره میکردم. نیلوفر جان یک دقیقه سر از این مسئله تبصره میکنم. خب میگن که برنامه بعدی وقتش چی میشه، خود دیدین که یک ذره پرابلم از اینجا. بر صورت بیننده عزیز با امید یک افغانستان سربلند، با امید اجمل سربلند، هزارها اجمل سربلند، ما دعا میکنم به حال مملکت ما، به حال مردم ما که از این بحران، از این تشنجات، از این تنش ها برای با یک افغانستان سربلند و آرام شوه. با گفته اجمل که کدام جنایتکار در رأسش می باشه، مقصد که این جنگ ها شروع نشه. بیننده عزیز پروگرام ما در اینجا به پایان میرسه، تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانه شما می باشم، هر کدام شما را به خداوند کریم روی مسپارم. باز هم از آقای نظری عزیز یک دنیا و یک جهان به خاطر نیم ساعت که سپاسر کردن تشکر میکنم، و از سردار جان عزیز و برادر گل که به تلفون کارتش زنگ زدن یک دنیا سپاسگزار، از نیلوفر جانم همچنان. شما را هم بگیره به خداوند مسپارم. روز و شبتان خوش. خداحافظ. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. اعلان فوتی خانواده مرحوم سلام.